خب بینندگان عزیز، با سلام به شما و با این امید که اوقات خوبی رو پشت سر گذاشته باشید، اوقات بهتری پیش رو باشه و از این خبرهای بد کمتر داشته باشید. زلزله، سقوط هلیکوپتر بسکتبال پلیر آقای کوبی برایانت، سقوط هواپیما در افغانستان، سقوط نه، یه هواپیمایی توی ایران گویا به جای اینکه در فرودگاه ماهشهر بشینه یا شاید هم نشسته، کم آورده رفته تو جاده. بعد میگه مسافرها خیلی خوشحال بودن. گفتیم خب آقا، شما که هواپیماتون اینجوری مشکل پیدا کرده چرا اینقدر خوشحالی؟ گفت آقا ما ممنونیم از مسئولین مملکت که با موشک بهمون نزدن، از آمریکا که نیومده ما رو داغون کنه. خلاصه روزگار غریبی است. دوستان عزیز، ما الان چند مدته که برنامه‌های روز جمعه رو فقط به صورت دائم داریم، دوشنبه و چهارشنبه رو کم کرده بودیم، اونم از روی کم محبتی شما دوستان و کم حمایتی بود که با لطف دوستان ما تصمیم گرفتیم دوشنبه امروز به صورت فوق‌العاده با شما باشیم. یه دلیل خیلی مهمش هم این بود که آقای نیساری اون روز که گفت نمیتونم بیام، نوشته بود دوشنبه میتونم بیام و ما گفتیم خب حالا که آقای نیساری هست ایشون بیاد ساعت 3 بعد از ظهر وقت نیویورک و ما هم با شما باشیم. من در برنامه گذشته در رابطه با رانندگی و اینها صحبت کردم. یه خانمی به نام ماه منظر اول نوشته بود اسم منو نگو، بعد گفته بود نه هیچ اشکالی نده، گویا ایشون لطف کرده $100 حمایت فرستاده. میگه که من و همسرم بیننده برنامه شما بودیم سالهای سال و یه مدت شما رو نداشتیم به خاطر اینکه فکر میکردیم رو ستلیت نیستی و اینا، حالا توی اینترنت پیدا کردیم، این تلویزیون های جدید اینترنت بهش وصله، شما میتونید روی بگید یوتیوب، چیزش هم میکروفون داره، ریموتش هم میکروفون داره، میگی یوتیوب سوربی با مردم پیدا میشه، از معجزات امام زمان. خلاصه این خانم ما منظر گفت که من همیشه به همسرم میگفتم که این رانندگی تو درست نیست، جون من و بچه ها رو به خطر میندازی و این قبول نمیکرده. و همون طبق معرفت مرام مرد سالاری و ما مردا بهتر بلدیم و شما خانم ها بلد نیستین و اینها، تا اینکه شما تو برنامه راجع به رانندگی گفتی، راجع به اینکه نپیچ اینجوری جلو ماشینای بزرگ، اصلا جلو دیگران هم نپیچید، راهنما بزنید، اگر اون شعور داشت، فهم داشت، بهتون اشاره کرد، چراغ زد، بیا اگه نه ولش کنید بره، دنبال دردسر نگردید. خلاصه میگه چون میدونستم که شوهرم از شما و برنامه هات خوشش میاد، صدای زدم گفتم بفرما. حسن این برنامه هم اینه که شما اگه الان نگاه کنید دیگه مثل اون وقت نیست که تموم شده باشه بعد مجبور بشید زنگ بزنید بگید آقای سوربی شما روز یه شنبه هفته قبل یه چیزی گفت، یا اونو میشه دوباره بگی؟ میگم خانم اگه دوباره بگم که میشه تکراری؟ اینا میری قشنگ سر صبر، سر صبری، میگم آقای صبری حسن پور هم یادش بخیر، خلاصه پیداش میکنی، نگهش میداری، لینکشو برای دوستانتون میفرستین. اینها گویا این خانم ماه منظر این لینک رو به همسرش نشون داده و شوهرشم گفته حالا که سوربی میگه من قبول میکنم. حالا امیدواریم قبول که میکنه عملم بکنه و نتیجهش رو همسرش بگه که ما هم تو برنامه بگیم. خیلی چیزای کوچولو و کم اهمیت هست که وقتی در نظر بگیریم زندگی خودمون راحت میشه، راحت‌تر میشه، زندگی دیگران هم میشه. باور کنید من بعد از 35 سال، 34 سال توی این مملکت، همیشه اولا تو آمریکا این اگزیتایی که از دست چپ میره زیاده، به نظر من خیلی هم بده، چون هم شما باید سرعت زیاد کنی بیای سمت چپ بری، بعدم میرسی تو اون جاده باید جد سرعت کم کنی، یا اونایی هم که میخوان بیان اینجا سرعتشون کم کردن میان، حالا باید سرعتشون زیاد کنن که با شما اونم اونی که سمت چپ داره رانندگی میکنه هم سرعت بشه. خب دیگه هست، نمیشه کارشون. بعضی وقتا از خودم میپرسن خب ما که داریم میریم از کجا بفهمیم که این اگزیت آینده، این خروجی آینده سمت راست، سمت چپه؟
خب خانم آقا من بلد نبودم، یاد گرفتم اینو، همین پارسال یاد گرفتم. اونایی که سمت چپه خروجی ها، این تابلو که نوشته مثلا ریچمون، اون شماره اگزیت سمت چپ اون بالاست، اونی که سمت راسته سمت راستشه. حالا دفعه دیگه دقت کنید و اگه من درست گفتم شما هم 50 دلار 100 دلار بفرستید. جالب بود این خانم که پیغام گذاشته بود و لطف کرد و حتی یه مسیج کوتاهی نوشته بود، میگه من گفتم میخوام 50 دلار برای سوربی بفرستم یا برای تلویزیون مردم بفرستم، شوهرم گفت نه 100 دلار بفرست. مرسی مرسی و آفرین آفرین بر شما. حالا ما بیشتر میتونیم بریم چی بخوریم. این کراواتیه که از دوستان یادتونه پارسال گفتم خیلی کراوات فرستاده بودن اینها، اسمش هم هست نیک نیک، ولی خیلی جالبه، یه لنگ و پاچه هست از یک خانمی. اینجوری کردم گفتم ببینم حالا این دنبالش روی چی نشسته، هیچ اثری نبود. خلاصه یه تابلوی، یه چراغ. یه این خانما هم از اولی که مردا به وجودشون پی بردن، اینها شدن یه وسیله‌ای برای به اصطلاح مرچند. مرچند میشه اینایی که چی میفروشن اینا، و دیدید دیگه، میخوان ماشین بفروشن خانم لختی بغلش، میخوان اسلحه بفروشن خانم لختی اونجا، حالا عطر و ادکلون میخوان بفروشن باز خانم لختی. جالب اینه عطر و ادکلون مردون هم که میفروشن ممکنه مرده باشه، ولی یه خانم لختی هم همراهش. در هر صورت میدونم که شما از اینکه این خانم ها لخت هستن اصلا ناراحت نیستین، ما هم اصلا حرفی نمیزنیم و میریم سراغ برنامه ها. دوشنبه 27 ژانویه 2020، و یادتونه گفتم یه دوستی دارم به نام آقای حسن خزائی. آشنایی من با ایشون از 11/11/2011 بوده، 11/11/11، یعنی میشه الان دیگه 9 سال 8 سال. و این از روز اول گفته من میخوام برنامه بذارم، برنامه داشته باشم. اینقدر عقیده های مختلف و امید و آرزوهای بزرگ داره که هیچ کدومش تا امروز اجرا نکرده. ولی چند مدت پیش باز در همین برنامه گفت نه آقا این بار دیگه سفت و سخت میرم. هنوز هم خبری نشد. دوشنبه 27 ژانویه 2020 برابر با 7 بهمن ماه 1398، بزرگترین خبر این سواله، چه خبر از ایران؟ در شیراز زلزله آمده، تماسی گرفتیم و گفتن نزدیک خونه زنیون. دوستانی که اهل شیراز و استان فارس هستن میدونن از طرف شیراز که میری به طرف دشت ارژنگ، جاده بوشهر و جاده کازرون و اینها، یه جایی بود، خیلی هم فکر کنم جای کوچیکی باشه، به نام دهی به نام خونه زنیون یا خانه زنیان. زنیان که اصلا یک ادویه چیزی هست مثل که برای دلدرد و اینا خوبه. میدونید شیرازی ها خیلی معتقدن به این گرمی، سرمی، صفرا، سودا. در همین رابطه هم آقای سعدی شیرازی، همشهری عزیز ما، گفته 4 طبع مخالف سرکش. همین قسمت رو با فارسی بنویسین بزنید توی کامپیوتر ببینید چی میاد، برای دوستان بفرستین. خیلی خوشحالم که آقا سعید اینجاست. آقا سعید یکی از اونایی که از روز اولی که ما باش آشنا شدیم کمک کرده، حمایت کرده، کامپیوتر فرستاده، مشکلایی داشتیم برامون رفع کرده و اینها، راهنمایی میکنه. من یادمه حتی 2 بار از من خواستن که برم توی دانشگاهی اینجا جورج میسون صحبت کنم راجع به اوضاع ایران و خاورمیانه و اینها. من با وجودی که خب سالها تجربه داشتم از لحاظ صحبت تو مدرسه و نمیدونم اینجا صحبت تو جمع و این صحبت رود درازی در تلویزیون و فلان اینها، باز یک کمی گفتم عجب ما بی خود این دعوت رو قبول کردیم. از ایشون پرسیدم آقا چه باید کرد، 3 تا چی برای من نوشت که خیلی جالب بود که الان به ترتیب اینا، یعنی ترتیبشون یادمه، که موضوع رو باز کن، به اونای دیگه هم وقت بده چیز کنن، بعدم اینجوری جواب بده و اینها، و خیلی کمک کرد. و دیدم که وقتی رفتم اونجا، اون آقای دیوید، فامیلش هم یادم نیست، از بس آمریکایی‌ها خودمونی هن، باهات وقتی میان صحبت میکنه خودمونی میشن و اینها، فامیلش یادم نیست، ولی این معلم انگلیسیه برای کلاس‌های اینترنشنال جورج میسونه، و به من گفت که این چیزایی که میگی و اینها بیا برای دوستای دیگه، یعنی برای شاگرده هم بگو که اونا احساس کنن که تنها نیستن، شرایطشون اینجوریه.
شما هم یه روز مشکلات داشتی فلان اینا، ولی آمریکا جای خوبیه، میتونی موفق بشی و اینا، و ما این کار کردیم. و وقتی که این آقا میخواست بیاد تا دم پارکینگ که به اصطلاح پول پارکینگ منو اون بده، من نمیدونستم، وقتی اومد همراهم اینا گفت حالا من میام تا اونجا. اونجا که رسیدیم گفت اینجا وقتی میخوای بری باید تیکت پارکینگ، گفتم آره گرفتم، گفت تو جیبت؟ گفتم نه، همیشه میذارم تو ماشین که یادم نره و اینها. گفت خب بده. من فکر کردم اینا چون مثلا اونجا معلمه میگن ولیدیت، یعنی یه موری میزنن چیز میزنن که پول نمیگیرن. دیدم رب به یه ماشینی فکر کنم 5 دلار 7 دلار هر چی بود پول داد، بعد اومد یه 100 دلاری هم به من داد، گفت که این برای وقتی که گذاشتی. گفتم نه من برای پول نیومدم. بعد گفت بعد بیچاره گفت امیدوارم که بهت بر نخورده باشه، I didn't offend you. گفتم نه آقا آفندی آفندی چی آفند مافند بگه، شما هر چی به ما 100 دلاری بدی میگیریم، ولی من چون برای پول نیومدم، اینو دیدم شیرینی خریده بود، کیک و چایی و قهوه و اینا، گفتم شما برای بچه ها چیز بخر. اینم از این، اینجا معلم ها خیلی از جیبشون خرج میکنن برای بچه ها، برای بچه هایی که مداد و قلم و دفتر و کاغذ و اینا ندارن. شما بشین هر چی دلت میخواد فوش بده، بعدم به من بگو که آقا چرا فوش نمیدی به جمهوری اسلامی. آقا هر چی فوش شما دادی 100 برابرش بفرست براش. چطور شده تا حالا؟ هیچ. ولی شما نگاه کن 60% از دانشجویان دانشگاه آمریکا گرسنه هستن. وقتی میگیم گرسنه، نه که از گشنگی افتاده باشه رو زمین دستش تو دلش باشه، همش مکن چیز، ماکارونی چیز، قطعی های چی میخرن، پر نمک، پر پرزرواتیو و سالم نیست. حالا این آقای بانجوی که دوست اندی هم هست آمده توی دانشگاه ها، لینکشو پیدا کنی آقا سعید، اومده توی دانشگاه ها یه جوری مثل کافتریا درست کرده که اینایی که گرسنه هستن میرن اونجا میشینن یه خوراک خوب میخورن. اینجا خوراک میگن مثلا مثل تری پورس میگن، اینجوری شما میگه که دسر اول با اپتایزر اشتها آور، من نمیدونم دیگه اگه میخوای خوراک بخوری اشتها آور چی. خود اونم داشتیم نون و پنیر و سبزی، نون و ماسکریار، نون و نمیدونم حلیم بادمجون اینا تا برسیم به چلو کباب. اما میگه که برات اپتایزر میاره، خوراکم میاره، دسرم بهت میده. بعد میگه شما اگه دوست داشتی 12 دلار بذار اونجا که این کارو برای بعدی هم انجام بدی، اگه بیشتر بذاری که بهتر، اگه نداشتی اصلا مهم نیست، ولی اگه خواستی میتونی بیای بگی من اینجا داوطلبانه کار میکنم. دوستان این مملکت اگر اینجا وایستاده برای اینکه کار داوطلبی زیاده. آقای کوروش وحدانی بود که بود با همسرش میره خوراک میپزه، بابا مهندس مایکروسافت نمیدونم سالی 500,000 حداقل در میاره حداقل، ولی روز شنبه یه شنبه میره میز و صندلی و ماشین و اینا رو برمی داره میبره خوراک میپزه میذاره میده به اینایی که گرسنه هستن. حالا ما همچین که یکم وضعمون خوب شد دیگه نمیخوایم با دوستای خودمونم رفت آمد کنیم. تا میگه ایرانی میگه آقا من ترجیح میدم با ایرانی کار نکنم، تا آقا ترجیح میدم با ایرانی فلان باشم بیسار باشم بمانه. خب دوستان عزیز لطف کنید برنامه ها رو با دوستانتون هم شیر کنید، در میون بذارید. بله امروز سعید یه ویدیویی برای من فرستاد، خیلی جالب بود. اولا این آقای چقدر قشنگ توضیح میداد، تعریف میکرد که چجوری از کارهای تکنیکی مجبور شده بیاد یه کمی هم صحبت کنه تا به دیگران کمک کنه. بعد توضیح میداد که ما با وجودی که بهتون میگیم این کار آسونیه، ولی از طرفی کار سختیه، کار نیکو کردن است، پر کردن است، نه پر کردن شکمتونا، پر کردن اینجا به معنی بیشتر انجام دادنه. و خیلی قشنگ توضیح میده، میگه این دوربینتونو این تلفنتونو بذارید یه جایی، لطف کنید از اینوری بذارید، ضبط کنید 5 دقیقه و صحبت کنید درباره هر چی، درباره مقاله ای، درباره اون چیزی که تو تلویزیون میبینید، تو کامپیوتر میبینید، بعد میبینید چقدر مشکله. ولی 5 دقیقه دوم، 5 دقیقه سوم، 5 دقیقه چهارم میبینید چقدر آسون شد. و این توضیح میده آقا اونی که میبینی بابا یه عکسی گذاشته پشت سر سربی مینویسی که آخوندها 500,000 بهت دادن، احمق دیوانه، اینه پشت سر سربی پرده سبز. این حالا
میان چیکار میکنن؟ میان با این دستگاه کروما کی، یعنی یه دکمه یه که کروما میکنه و اون وقتا آبی رو نمیدید، حالا سبز نمیبینه، اینو میزنه و اینجا ما همه چی میتونیم بزنیم. من میتونم مثلا الان با عکس اوال آفیس مال دفتر چی بزنم، میتونم دفتر روحانی رو بزنم، میتونم کاخ سفید بزنم. اوکی، این توضیح میده. آقا هی میگی نه بابا اینا ویدیو درست میکنن پول میسازن، نمیدونم میگفت اگه 10,000 تا بشی تازه بهت اجازه میدن پول بسازی، اگه اینقدر فلان مای 15 دلار. البته ما یه مدتی بود که مردم تیوی چون رادیو تلویزیون های دیگران هم میذاشت و اینها، خب نسبتا ماهی 50 دلار، 60 دلار، 100 دلار، 150 دلار گیر اومد. این هم ما سعی میکردیم خرج کنیم بدیم به اینایی که کمک میکنن، یا بدیم به اینایی که به خرج اینترنت و وسایل و عکس و مکس و اینا. این عکس ها رو بعضی هاشو باید بخری، شما برو امتحان کن توی چیز، مثلا بنویس نایس ایمیجز، بعد وقتی میزنی روش میگه انقدیشو میخوای انقد دلار، انقدیشو میخوای انقد دلار و الی آخر. خب این از این. و ماجرای چه خبر از ایران، شما مگه خبری دارید بگید و ببینیم چه میشود. سقوط هواپیمای آمریکایی در ایران که میگن این هواپیمای رو گویا نیروی هوایی آمریکا استفاده میکنه و اینجوری نوشتن فعلا که افسران ارشد CIA داخلش بودن. طبق مأمور آمریکا فعلا چیزی نمیگه تا بعدا معلوم بشه. گویا این در افغانستان در یک جایی که طالبان به اصطلاح اونجا رو در دست داره افتاده، ولی همون طالبانی ها دارن کمک میکنن خاموش کنن و فلان. نه، چون طالبان داره با آمریکا صحبت میکنه، دو سه بارم تا حالا این صحبت کردن ها سر عملایی که انجام میشه هی قطع شده، از بین رفته، از طرفی ظریف داره تلاش میکنه باز با آمریکا صحبت کنه، ولی این اورنج ایجنت من بهش میگم اورنج ایجنت، بزنید ببینید چی بوده اورنج ایجنتی که توی وایت هاوس هست، که همین دیشب هم آخر شب باز یه گند دیگهش بالا اومد. اون جان بولتونی مرده، جان بولتون مرده که سیبیلو هست که هم با بوش بود، این اصلا عاشق جنگه، هم با مجاهدین چلو کباب میخورد و پول ازشون میگرفت، یه مدت هم اومد با این، ولی این انقدر بده که اون گفت آقا نخواستم، ول کردم. و اون در کتابی که الان درافت یا پیشنویسش آماده کرده نوشته که آقا این ماجرای یوکراین که میگن درسته، و این به طرف گفت اگه پول میخواین باید این کارو بکنین. حالا این احمق به جای اینکه الان این موضوعات دیگه‌ای که هست، سقوط هواپیما، نمیدونم خبرهای دیگه‌ای که هست، آمده درباره این نوشته، میگه نه این دروغ میگه برای اینکه کتابش فروش بره هست. هفته پیش میگه اون مرده که مال روسیه هست و مال یوکراین هست و اینا، اون دروغ میگه. تا نوار 80 دقیقه ایش آمد بیرون، 80 دقیقه ویدیو از مجلس شام. بله اینایی که معروف میشن، خود منم خیلی وقتا با دوستان ایرانی با آمریکایی عکس گرفتم که اگه دوباره بیاد نمیشناسمش، یا اصلا هم موقع که عکس میگیرم نمیدونم کیه، حالا تازه ما آدم معروفی نیست. خب این ازگل با خیلی ها عکس گرفته، تا اونجاشو قبول داریم که بله من روزانه با 1000 نفر عکس میگیرم و نمیشناسمش، ولی یکیه که هر چیزی اون مرده گفت، پارزانا یه همچیزی، هر چی اون گفت نوار صدا و نوار ویدیو الان داره میاد بیرون. یعنی ثابت شد رئیس جمهور آمریکا که بیش از 16,000 تا حالا، بیش از 16,000. دوستان لینک ها رو بذارید اونجا، تا من میگم شما اونو پیدا کن، لینکش بذار اینجا بشه پاپ اپ. بیش از 16,000 تا دروغ و چیزای خلاف گفته، از اون آقایی که متهم شده دادگاه رأی به محکومیتش داره، این دروغگوتره و ما باید حرفای اونو قبول کنیم. عجب ملت آمریکا ذلیل شدن، عجب بدبخت شدن، عجب زمینگیر شدن واقعا که اسیر این شدن. تقصیر کیه؟ تقصیر کارایی که همون از کلینتون و جورج بوش و اوباما بیشترینش تا به اینجا رسیدیم. پس یادتون باشه دوستان، اگه امروز آخوند رو دارید، برگردید ببینید تقصیر چی بوده، دیروز چی خوردید، کجا بودید، با کدام هواپیما سفر کردی که امروز ویروس گرفتی، کجا بودی طرف به دست داده قبلش سرفه کرده، اوه دستشو آقا خانم سرفه کن توی آسینت، با
بعدم دست ندیم بابا، مشت بزنید به هم دیگه. ماها که همه عصبانی هستیم، اقلا از این مشت استفاده کنیم، اینجوری کن. و یادتون باشه بکنم هم یونانی ها هم ایرانی های قدیم دست که میدادن به هم اینجا مچ هم رو میگرفتن، خیلی روش خوبی بوده، دست هم دیگر رو تاچ نمیکردن یا لمس نمیکردن. الان این مرض کرونا فلان ویروسی که اومده از چین و امروز میگو نمیدونم 50 میلیون نفر رو به صورت قرنطینه توی شهرشون نگه داشتن، نمیذارن بیان بیرون، نمیذارن بره پایین برن داخل. اینا میگه بهترین راه مبارزش همین دست شستنه. البته بعضی ها دیگه واقعا حساسیت پیدا میکنه، خود منم یه مدت اینجوری شده، دست میزنی به یه چیز میخوام این دست رو با صابون بشوری و الی آخر. بعضی هم میبینی تو دستشویی وایسادی میاد بیرون مثل گاو سرش میندازه میره، یا خیلی حالا میخواد تظاهر کنه این آب رو میزنه بالا دستش اینجوری میگیره زیرش. اوکی، درباره آب و توالت آقای سعید کاووسی یه ویدیوی فرستاد، اگه پیداش کنم براتون نشون میدم و با هم ببینیم. و ماجرای این ویدیو این بود که بابا آقای سوربی تو که میگی همه کارامون خرابه و کارمون خیلی خرابه، بابا یه دو تا کار درست هم انجام بدیم. این بله سعید کاووسی، اینجا ویدیو رو بیارم به شما نشون بدم. این آقا زبل تبلیغ خوبی انجام داده که من به شما این رو نشون بدم. ما اول گفتیم این چیه، داره چاکلت ماکلت نشون میده. واسه ببینیم select area، بله ببینید هر ویدیویی تو دستگاه ها یه چیز مختلفه، اونجا عمودیه، اینجا screen capture، کامرای دو برای شما، کامرای دیگه ها برای ما. اوکی اینو دیدید، حالا این از این شکلات ها هست یا نوتالیه چی بهش میگن. خلاص نگاه کنید، صداشو ببندم، صدا لازم نداره. بله نشون میده که اینه که شما میمالی به دستت که شبیه یه چیز دیگه هست، چقدر مشکل با خیلی تون میرسه، صبر کنید، چقدر مشکل با کاغذ توالت پاک میشه، اصلا غیر ممکنه، ولی بعد با آب میشونه چجوری پاک میشه. بعد تبلیغ اینو انجام بده، حالا یادم افتاد به اون آقای ممقانی که یه دستگاهی ساخته بود، البته میگفت 300 دلار و اون جایی هم که نشون داد این هر کی این ویدیو رو درست کرده خیلی قشنگ درست کرده. و این تبلیغ بیده است، بیده الان انقدر رواج پیدا کرده، اون وقتا تو بیمارستان ها و اینها میدیدی، ولی الان خیلی جاها تو هتل های خوب و اینا هست، بعد خیلی هم ارزون شده، از 200 دلار و 300 دلار آمد فکر کنم به یه جای 50-60 دلار هم شده بود. خود ما یه مدتی وقتی 100 دلار بود اینجا یه سری برای ما یه دوستی فرستاده بود، میدادیم به دوستان، میگفتیم از 20 دلار تا 100 دلار یا از 50 دلار به بالا هر کی کمک کنه حمایت کنه ممنونش میشیم. در هر صورت این تبلیغ بیده رو آقای کاووسی فرستاد و گفتم که ببین بالاخره یک کار درست هم انجام دادیم. بعد نوشت این رو هم از اسلام داریم، اگه میخواین دعوا کنید با کاووسی دعوا کنید که این خیلی مشتاق دعواست. میگه yes if you have a smart TV choose internet then type مردم TV on URL works fine. ببینید از روز اولی که ما با این سعید آشنا شدیم گفتم اینا رو لطف میکنه، خب به ما میگه، ما در جریان قرار میگیریم که چی به چیه، کجا به کجاست. شما الان نگاه کن، ما تا اینو گفتیم این یه عکس گرفته، معلومه امروز نشسته خونه نرفته سر کار. آقا شما تو خونه چی کار میکنی؟ چرا نرفتی سر کار؟ این به معلم ها گفتن شما سه تا دلیل مهم بگو که آمدی معلم شدی. گفت تیر، مرداد، شهریور. این سه ماه تابستونه، ولی اینا تعطیلات زمستونه دارن، تعطیلات تابستونه دارن، تعطیلات نمیدونم کریسمس دارن الی آخر. ولی ممنونم کاری که انجام داده، الان عکس گرفته از تلویزیونش. یادم اون وقتا این آقای رفرف بنده خدا مجبور میشد کامپیوتر رو وصل کنه به تلویزیون از این سیمای چی بهش میگن، زرد بود برای صدا، نه زرد بود برای تصویر، قرمز و سفید،
کامپاسی نه یه چیز اینجوری قرمز و سفید برای استریو صدای اون و اون، یا بعضیا با اس ویدیو کیبلای اس ویدیو وصل میکردن. ممنونم آقا سعید، خیلی خوشحالم که شما برنامه رو میتونید الان از تلویزیون ببینید، از به اصطلاح کامپیوتر ببینید، و به زودی با کمک آقایی به نام سمی شما تلویزیون رو از چی هم میتونید تماشا کنید، تلفنتون. البته این کسایی که یکم بلدن مثل من، چون من یکم بلدن، کسایی که یکم بلدن اینو من مدت هاست دیگه روی یوتیوب و تلویزیون رو میارم میزنم نگاه میکنم، اگر برنامه باشه برنامه دیگران رو هم اونجا نگاه میکنم. ولی اون کاری که ما میکنیم صفحه مردم تیوی بعد از اینکه گفتیم حالا اون دیگه سکیورتیش سکیور شده و اس داره و فلان اینها، این آقای سمی که اگه دوست داشت بعدن آگهیش هم میذاریم روی صفحه مردم تیوی، شاید شما هم احتیاج به سرویسش داشته باشید و نرخش خیلی بالا نیست و اینها، کمک کرده داره این صفحه رو درست میکنه و این اداپتیو پیجه. اداپتیو پیج حسنش اینه که منی که تو کامپیوتر 27 اینچی باز میکنم تمام صفحه رو باز میکنه. شما ممکنه سر کار کامپیوترتون هنوز 14 اینچی باشه، ممکنه آیپد داشته باشی 8 اینچی باشه 9 اینچی باشه، این صفحه رو براتون اداپت میکنه، تنظیم میکنه با اون. و این رو ما از ایشون داریم، امروز صفحه آزمایشش تموم شد فرستاد، به زودی این کار رو انجام خواهند داد. خانم تنازی متقاعد بودی، کجا بودی؟ میدیدم بعدن میای به اصطلاح نظرت رو میگی ولی به صورت برنامه زنده نبود. میگه زمان پهلوی ما در خونمون در همه توالت ها بیده داشتیم، ساخت ایتالیا، جنس مرغوب و عالی. خب شما معلوم میشه طاغوتی بودی وضعت خوب بوده، ما همه آفتابه داشتیم، حالا آفتابه های مسی بود اول، ما هم بعض وقتا بچه سنگینی آفتابه رو که میگیره معلوم نیست آفتابه شیش آب بره رو شلواره در بغل فلان نه، بعد دیگه آفتابه ها پلاستیک شد، مشکل آفتابه پلاستیکی بود که چپ و راست تهش سوراخ میشد، نمیدونم فکر کنم تهش عمدن نازک درست کرده بودن که شما این میذاری رو زمین رو برمیداری هیچ سابیده بشه، و الا خب میتونستن یکم اون تر و کلوفتر درست کنن. در صورت خیلی خوشحالم که شما در زمان پهلوی بیده ایتالیایی داشتی، حالا احیانا در فرانسه اگر هستید شاید نداشته باشید و مجبورید فعلا همین توالت و کاغذ توالت و اینها تا بعدا اون دستگاه رو بخرید و وصل کنید. خب این چه خبر از ایران؟ آقای امیر حسین لادن که جمعه با ما نبودن مقاله ای نوشتن و در گویا هست به نام نه به رای گیری آری به انتخابات. همه دیدید موقع انتخابات که میشه میگن نه به انتخابات، ایشون برای من و شما بازش کرده، میگه این انتخابات نیست که، این به من و شما اجازه میدن بریم رای بدیم. یعنی اونا برای ما انتخاب کردن، مثل که پدر مادری برای شما دو تا نوع آب نبات خریده باشن بگن اینو میخوای یا اونو میخوای، شما حق نداری بری اون چیزی که خودت دوست داری انتخاب کنی. شما آری یا نه میگید به انتخاب اینها. مقاله بسیار قشنگیه، روی فیسبوک گذاشتم، روی بالاترین هست، روی توییتر هم هست، الان باز برای شما برای تنبلا یه بار دیگه میذارم روی این فیسبوک اینجا که نخواهید حتی تکون بخورین. اینم از این کاپی آمد اینجا. بله بفرمایید. آمد، بله آمد نوبهار. خب من اون روز تو برنامه گفته بودم که هر نیم ساعت در ایران یک نفر در اثر سانحه و تصادف از بین میره، و وقتی خواستم جمع بزنم هر نیم ساعت اشتباه کرده بودم، توی 24 ساعت شبانه روز گفته بودم 24 تا نیم ساعت. تنها کسی که اینو متوجه شد و به من نوشت پتیک بود. پتیک چنان دقت عملی داره که من بعضی وقتا وحشت میکنم، یعنی میگم نکنه الان دارم یه چیزی میگم پتیک امشب برای من مینویسه آقا اینو غلط گفتی اینو اینجوری بلا. البته وقتی اینجوری مینویسن هر نیم ساعت، یعنی دیگه خود اونا حساب کردن، نمیشه بگی هر نیم ساعت شب و روز انقدر،
اینا بر اثر تعداد تصادفاتی که سالیانه داشته تقسیم بر روزش میکنن و اینجوری به این نتیجه میرسن که روزانه اینقدر. حالا اگه بگیم هر نیم ساعت یه نفر در ایران در اثر تصادف جان خودش رو از دست میده، شما 7 روز در هفته حساب کنید، 7 تا 40 تا میشه 280. 7 تا 40 تا 280، 7 تا 8 ساعت، 8 تا نیم ساعت هم داره، میشه 28 تا. در هر هفته 308 نفر، در هر هفته 308 نفر جان خودشون از دست میدن. اون وقت یه هواپیما که افتاده بود، البته این دوستمون خانمی از کانادا، بنده خدا دوست اینم ایشون بوده، دوست و فامیلی داریم در کانادا، دوستان اونا هم تو این هواپیما بودن. ما نمیخوایم بگیم که چیزی نیست، ولی میخوام بگم ما چیزای دیگه ای هست که دقت نمی کنیم، فقط اینا چون به صورت خبر به همون پخش میکنن بهشون به اصطلاح اثر میذاره رو. دوستان در هر هفته 308 نفر پتی که امیدوارم درست گفته باشم، 7 تا 48 تا، 7 تا 40 تا 280 تا، 7 تا 8 تا 32 تا، 48 ضرب 7 7 8 56 دیگه ضرب و اینا هم بلد نیستیم. 7 4 تا 28 تا اینجوری میشه. عجب عجب، نمیدونم، خلاصه گیج شدم. یه دفعه توی آوا نشون داده بود که این رجبی جمع و ضرب و اینا هم بلد نیست، ما گذاشتیم و اونو مسخره کردیم، حالا خودمون به اون روز رسیدیم. ضمناً یادتونه گفتم افرادی مثل آقای فیلابی، مثل آقای حسین پویا، یا مثل آقای غلام ترشیزی، اینا هر اشتباهی، هر دروغی که مجاهدین بگن صداشون در نمیاد. حتی براتون تعریف کردم که یه دوستی که هر جا تو هر مهمونی بود دعوا میکرد، تو سیزه به در میمد با یه دو نفر دعوا میکرد، من با آقای فیلابی گفتم آقای فیلابی ایشون به جای این که ریکروت کنه برای شما تبلیغ باشه ضرره. این همه میگن آقا اگه این مجاهد مرتول قیافشون بر ما، نمیخوام صحبت کنیم. میدونی جواب آقای فیلاب به من چی بود؟ گفت خب سوربی جان، شما توی اتوبوس هم که سوار میشی ممکنه یه نفر خوراک بدی خورده باشه، معده‌اش چیز باشه، یه بوگندی هم بده. کاملا درست میگی، ولی اگه این یه نفر شما هر روز بیاری، این هر روز همین خوراک بده بخوره، هر روز همین بوگندو بده، شما که دیگه نباید ببری بذاریش جلو اتوبوس که این بوگندش بیاد تا آخر، میشونیش اون آخر درم واز میکنی. اینا اینجوریه. برای غلام ترشیزی فرستادم گفتم آقا نگاه کن، اینا که تا دیروز 29 سال 30 سال 40 سال باهاشون بودن، برادرشون بودن، گوهر بی‌نظیر بودن، الان بهشون میگن مزدور. تلویزیون مردم میگه تلویزیون خودفروش. من افتخار میکنم که به همه میگیم، بها ابهری میگیم آقا شما میتونی بیای آگهیتو بذاری، به خود همین مجاهدین میگیم شما میتونید آگهیتو بذاری، تبلیغتو بذاری، برنامهتو بذاری. و چه خوب که قبل از این دوستان جدا شده مجاهدین اینجا برنامه داشتن، ولی اینا اینن. و یکی از نوشته هاشون این بود که این جدا شده ها دارن به مردم تلقین میکنن، تلقین کلمه بدی نیست، تکرار کنید تلقین بشه، که مجاهدین بدتر از آخونده هستن. آقا خانم شما خودت زنگ بزن به فامیلت بگو امیدوارم این آخونده از بین برن امشب، ولی فردا مجاهدین میان، ببین مردم چی میگن. در هر صورت اینم این، نه به انتخابات نه به رأی گیری. بذارید ببینم که بله، میگه آهان حالا فهمیدم که منظور از رأی یا انتخاب چه بوده. ببینید آقای لادن، من تنها نبودم، چون من برای آقای لادن نوشتم که آقا یه مدتی بود این انتخابات و اینا تو مغز من بود که باید چی کار کنیم. حالا ایشون با یک جمله نه به رأی گیری، آری به انتخابات. ما حق رأی داریم نه حق انتخاب. این پاراگراف اولش رو براتون میخونم، شما هم لینکشو گذاشتم اونجا بخونید و لطف کنید برای دیگرانم بفرستین، چون اینایی که اینجوری وقتشون
عمرشون رو میذارن، هیچ چشم داشتی از شما ندارن جز اینکه اینا رو به دوستانتون و دیگران هم بفرستید. میگن مهمترین و حیاتی ترین رأی گیری در تاریخ 40 ساله جمهوری اسلامی در اسفند ماه امسال صورت میگیرد. این رأی گیری در رابطه با شعار اصولگرا اصلاح طلب دیگه تموم ماجرا، که البته من فکر کنم اصلاح طلب اصولگرا دیگه تموم ماجرا درست باشه، چون از لحاظ چیز اینجوری بهتر میشه. بله، در اعتراضات سراسری 1396 زنگ خطری بود برای هر دو جناح حکومت که مشتشان باز شده و آسیب پذیر شدند. رژیم پس از این ماجرا مدتها برنامه ریزی کرد برای به پای صندوق رأی کشاندن مردم از ترفندهای جدیدی استفاده کند، ولی تمام رشته‌هایش با دو شعار مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر و اصلاحات رفراندوم رمز فریب مردم دود شد و به هوا رفت. این شعارها که عمق درک مردممان را به نمایش می‌گذارد، رژیم را به وحشت انداخت، زیرا نشان داد که مسئله از بازی دو جناح اصولگرا و اصلاح طلب در جمهوری اسلامی گذشته. مردم تشخیص دادند که دشمن عدالت و آزادی سیستم خداسالار است. این خداسالاری رو آقای لادن در کتابی به نام خداسالاری و درماندگی به طور خیلی قشنگی در 4 بخش یا 4 دفترچه کتابچه دیباچه توضیح دادن. اگر باهاشون تماس بگیرید میتونید این کتاب رو تهیه کنید و کتاب جالبیه که ببینیم آقا اون شاه هم خدا سالار بود. اگه نبودم تظاهر میکرد، به مردم میگفت من نماینده خدا هستم. کتاب مأموریت برای وطنم رو برید بخونید. آقا کی به تو مأموریت داده؟ میگه خدا. امروز به خامنه‌ای بگو آقا تو چرا به مردم اینجور میگی؟ میگه خدا. دوتاشون the same، مثل هم. و فردوسی شعر بسیار قشنگی گفته که تو گویی که اینا هر دو برادرند، هر دو زیر یک چادرند. و این شعر رو اولین بار دکتر مصطفی هروی، حالا گوش کنید دوستان، ببینید وقتی یه نفر پیدا شد با شجاعت با شجاعت آمد و گفت آقا این پهلوی دروغ میگه، اینم مثل آخونداست. اون وقت آقای مصطفی هروی در سن 80 و چند سالگی هنوز جرأت نمیکرد که بیاد این شعر رو تو برنامه خودش بخونه. توی سالن اون توی جایی که می نشستیم تو دفتر رنگارنگ این شعر رو من داد و با همون صحبت کردن قشنگش گفت صوفی جان این شعر رو تو بخون، تو بخونی بیشتر اثر داره. وقتی خوندم دیدم فردوسی گفته تو گویی که این هر نه تخت شاهان بی آخوند، آره آخوند یه چیز دیگه اون بهش میگه، پایدار میمونه، نه این آخوندا بدون شاهان، یکی پیداش کنه. بله، میگن که بذارید من اینجا بخونم چون نمیذاره اونجا بخونم، اینم مشکلیه که بعضی از دوستان. بله، این عکس تیوی و اینا رو که فرستادی ممنون. و سعید میگه که تلویزیونایی که بهش میگن سمارت تیوی اینترنت داره، حالا بعضی هاشون یه قدم جلوتر رفتن این یوتیوب و هولو و مولو و گلابی و آمازون و فایر اینا رو هم گذاشتن ایکاناشو، ولی همون طرف باید بره دنبالش. من خودم اینجا یه تلویزیون توی اتاق داریم، یه تلویزیون توی اتاق دیگه، و دیروز که نوام اینجا بود میخواستم از اونجا براش یوتیوب را بندازم نشد. به من میگه تو باید ساین این کنی با تلفنت. ما گفتم خدای این ما با تلفنمون ساین این میکنیم، این از کجا میفهمه که مامانو جوک شنیدین؟ طرف از شهرستان میخواست بره تهران، گفت نه نمیرم، ما در خرج ندارم. ننش گفت بی برو بابا، این پسر خاله ما رفت شرکت نفت کار میکنه، برو اونجا. گفت خب برم چی بگم؟ گفت پیچ در بزن. گفت خب اونا چی میگن؟ گفت میگن چیه؟ گفت خب من چی بگم؟ گفت خب بگو منم. گفت آها، در باز میکنن میبینن منو. حالا اینم همینجوره. در هر صورت ما زدیم و ساین این کردیم گوگل و دیدیم تا اینو زدیم
تلویزیون را افتاد. اینم از معجزات زمانه، نه امام زمان. زمان، تکنولوژی با زمان. ولی میگه نه، بیشتر خبر سقوط تأثیر بیشتر در افراد گذاشته از تصادفات، چون که سیاست مدارها دخالت کردن و همش برای منافع خودشون از کشته شده ها سوء استفاده میکنن. اینم ممکنه درست باشه. خب خیلی ممنون، خوشحالم. آقای خورسندی هم اینجاست، آقای شاهین فاتحی هم اینجا هستن. و بذارید ببینم این آقای فاتحی که اینجا نوشته نه به رای گیری نه به انتخابات یعنی چی؟ نه به انتخابات نه به رای گیری. آنهایی که از این شعارهای پوچ میدهند توهم دارند و کوچکترین دانشی در مورد ایران امروز ندارند. همه جهان میدانند با یک کیلو سیب زمینی در ایران میشود رای فقیر و غنی را خرید تا از توی صندوق معصومه خمینی‌نژاد و تطلو حتی بیرون بیان. آزادی و دموکراسی برای ایران سم مهلک است. آقا این مال زمان شیخ، زمان شاه ما بچه بودیم، فکر کنم اولین وقتی بود که سنمون رسید که بتونیم رای بدیم. پسرموی من اومد، چون باباش تو میدون کار میکرد، گفت که پالوده میخوای؟ من عاشق پالوده هستم. گفتم بله. گفت بیبریم. گفتم پول نداریم، پول اون صحبی رفتیم مدرسه خرج کردیم اینا. گفت پول نمیخواد، بیا بریم آقایی به نام ایرج مرزاد اینجا بهت پالوده میده، میری اونجا رای میدی. یادش بخیر، اگر فوت شده خب روانش شاد، اگه هستش ایرج، اگه برنامه رو ببینی یه زنگی بزن. یا آقا ایرجی بود که توی همین منطقه وینا و فرفکس و اینا بود. این میگه آقای سوربی والا بلا این اصل نماینده و اصل اینا اینه که مردم عادی رأی ندن. مردم عادی شعور و فهم و سیاست رأی دادن رو ندارن. شما کدوم کلاس رفتی که یادت بدن به کی رأی بده؟ دیدم راست میگه. گفت شما نگاه کن، میخوای ماشین رانندگی کنی، خودت رو از نقطه A ببری نقطه B، باید کلاس بخونی، باید بری امتحان بگیری، طرف میاد بغل دستت میشینه، بعد یه گواهینامه بهت میدن، بعدم چپ و راست حواسشون بهته، تند بری جریمت میکنن، تصادف کنی جریمت میکنن، نمیدونم تو چرا من. گفت حالا رأی که میخوای بگیری چی کار میکنن؟ هیچ، شناسنامت میبری مهر میزنی رأی میدی. دیدم راست میگه. اینم از این ماجرا. حالا آقای فاتحی همینو میگه. این آقای فاتحی خیلی قشنگ نوشته های کوتاهی مینویسه که من کیف میکنم، چون من حوصله نوشته بزرگ بلند طولانی ندارم. میخونم لب مطلبم میفهمی، حرفشو زده، حرفشم ما گرفتیم، ما هم شعورمون زیاد شده. ولی دوست دارم اینا رو با صدای خودش به صورت ویدیو بخونه تا ما بتونیم تو تلویزیون پخش کنیم. درستم ممنونم، خیلی خوشحالم که بیننده برنامه من هستی. جناب سوری بدون تعارف ایرانیان رأی دادن را باید یاد بگیرن، قرنهاست که بلد نیستیم. خب قرنها که رأی گیری نبوده، اون قرنهای پیش اینجوری که میگن، تازه اگه درست باشه میگن یه کبوتری رو پر میدادن این میچرخیده، یا یه شاهین میمده. خب این شاهین رو کی تربیت کرده بوده که وقتی آزادش میکنن نره دوباره برگرده؟ شما به من بگید کی؟ شاهین یا عقابی که وقتی میپره میخواد بیاد بشینه اینجا رو دستشون چرم و فلان دارن، این کی تربیت کرده بوده؟ خب اونی که تربیت کرده بوده اینجوری تربیت کرده که دور که میزنه برگرده اینجا، مثلا خوراک گذاشتن رو دوش سوربی، این شاهین هم پر میزنه، اونی که پرش داده اشاره میکنه اینجا تپ 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 تپ، مثل هواپیما، مثل هلیکوپتر میاد میشینه اینجا، هورا، مردم هم خوشحال که آقا شاهین انتخاب کرد. اگه این انتخابات بوده والا کجای ایران ما انتخابات داشتیم؟ آقا انتخابات زمان شاه نماینده مجلس خود شاه گفته چجوری انتخاب میکردن. آقای احمدعلی مسعود انصاری آمد توضیح داد که هویدا و علم سر نماینده ها چجوری دعواشون میشد. تازه از همش خنده دارتر مسخره تر اون انتصابی و انتخابی بوده. ما الان آخونده ها رو مسخره میکنیم، میگیم اینا اول باید از این رد. آقا انتصاب میکرد، میگو 50 تاش نمیدونم فلان، بعد اونی هم که انتخاب مردم بود دخالت میکردن.
پایه و اساس غلط بوده و شما کاملا درست میگی درس انتخابات رو به ما ندادن. باز برمیگردیم به چی؟ آموزش و پرورش. بله خیلی از ماها آموزش دیدیم، سوادمون رفت بالا، هول شدیم، فکر کردیم همه چی رو میدونیم، پرورش پیدا نکردیم، یادمون ندادن چی کار کنیم چی کار. میگم آقا من یه نکته ساده ای رو گفتم که آقا خانم با بچت همینجوری تون نرو، تونتر از معمولا میری که برسی جلو این کامیون یا برسی جلو این اتوبوس، چون میدونی این فاصله میذاره، احمق فاصله میذاره که نزنه با اون نفر جلویی. تو چی کار میکنی؟ تو میای میشی نفر جلویی، فاصله رو هم کم کردی که بزنه به تو. خدا شاهده پریشب ساعت 5 عصر داشتم اینایی رو که اومده بودن برای تظاهرات لایف نمیدونم فلان اینا رو ببرم BWI فرودگاه بالتیمور واشنگتن. تابلو بزرگ، ای کاش رانندگی نمی کردم و عکس می گرفتم. تابلو بزرگ زده بود Do not cut trucks big mistake، نوشته بود که نپیچی جلو اینا، big mistake یعنی اشتباه بزرگ. خب دوستمون هرچی به همسرش گفته، حتما همسرش هم گفته برو بابا ببین هر وقت تو رانندگی میکنی ربع ساعت طول میکشه، ولی من که رانندگی میکنم 12 دقیقه. خب آقا حالا 100 دلارم نوت کردی فرستادی ممنونم، 50 دلار شما اضافه کردی، 50 دلارم خانمت میخواست چیز کنه، ولی شما بابت 3 دقیقه جون فرزند و همسر خودتو به خطر مینداختی و خیلی خوشحالم. خانم کی؟ مامان زن. مرسی. خب بیاییم بریم بینیم که بعدش چی میشه. دوستان حمایت از تلویزیون مردم رو فراموش نکنید. ساعت 2:46 است. ساعت 3 بعد از ظهر با آقای فرزاد نیساری هستیم. آقای فرزاد نیساری رو امروز من میخوام یک کمی سوالات مشکل ازش کنم. این سوال رو از یکی از دوستان نزدیک آقای بنی‌صدر پرسیدم که آقای بنی‌صدر منتظر چی بود؟ خب ایشون 80 خورده سال سن داره، این اوضاع و احوال پیش آمد بلند میشد بگی من میام. گفت نه ایشون تأمین جانی نشده بود. گفتم ای بابا، یعنی خمینی تأمین جانی شده بود؟ اتفاقا بعد این برنامه یه نامه یه نفر نوشته بود که بختیار نمیخواست دستش به خون خمینی نمیدونم آغشته شود، آلوده شود، هرچی. آقای آریانپور نوشته بود آقا اصلا ماجرای زدن موشک به هواپیما نبود، چند تا تانک، چند تا کامیون پارک میکردن تو فرودگاه، اینجا بهش میگن رانوی، توی اونجایی که هواپیما میاد میشینه، این که نمیتونست رو سر ماشینا بشینه، مجبور میشد بره اون ور قطر بشینه، بره اون ور دبی بشینه، بنزین بگیره برگرده پاریس. میگم امروز از ایشون میپرسم خب آقا شما یا اون آقایی که قبلا هم تلویزیون مردم برنامه داشت با اون رضایی هم بوده و اینا، خب منتظر چی بودید؟ شمایی که ما میگید میبریم میزنیم میکشیم، ما لوریم، ما قشقایی هستیم، ما بختیاری هستیم، ما ترک هستیم، ما اسلحه داریم، فلان داریم، خب ببخشید منتظر چی هستید دیگه؟ این شرایط پیش اومده، الان 12 بهمن تا 22 بهمن داره میاد، بعدش انتخابات اسفند داره میاد، ولی نرید مثل اون آقایی که بلند شده بود از مرز رفته بود تو جنبش سر بر رفته بود خونه یکی، بعد اومده بود اینجا با افتخار تو تلویزیون ها میگفت بگید بینم آقای اسمش که مال مرز پرگوهر، با افتخار میگفت که یه تلفن ستلایتی برده ایران، بعدم میگفت اون کسی که خونهشون بودم گرفتن اعدام کرد. گفتم همین هنر شما این بود؟ آخونده کم اعدام میکنن که تام رفتی کمکشون کردی، یه نفر از دوستت بودی که به جا داده، یا اون دیوانه کامران قادری. البته بعد باهاش صحبت کردم، بازم میگم میخوام برم. آقا اینا اشکال داره کارشون، میخوام برم که اینجوری نیست که، این میخوام برم و نمیرم با اون کاری که احمدی نژاد گفت اسرائیل رو نمیدونم از صفحه روزگار ببریم و فلان و بیرا، ولی هیچ غلطی نکرد مثل همه. ببخشید من اینجوری به این روکی صحبت میکنم. سوربی you are right. There are icon for Hulu, Netflix. There is also one icon that say internet. خیلی ممنون. چیزهای مختلف، ریموتهای مختلف و کامپیوتر. مثلا دلیلی که تلویزیون اینقدر ارزون شد، این تلویزیون‌های نازک ببینید 10,000 دلار بود. یادم دکتر قهاری، اکبر قهاری، خدا بیامرزش.
یادم من زنگ زد گفت سوربی به این داور احمق بگو از اول تا آخر این زیر ننویسه رنگارنگ سفید. گفتم چه اشکالی داره؟ گفت این پیکسلای تلویزیون منو سوزونده. خب یه مقداری میدونستم. گفتم الان چیه؟ گفت الان وقتی هم خاموش میکنم میگه رنگارنگ. گفتم خب حقیقتا داور خیلی باهوشه، این کاری کرده. شما اگه رنگارنگ نگاه میکنی میبینیش، وقتی هم تلویزیون نگاه نمیکنی باز میبینی. گفت آقا من حریف تو نمیشم. فوت شد بنده خدا چند سال پیش. و تلویزیونی که من دارم یکی از این تلویزیون ها خیلی ارزونه، یا TCL یا TLC، یه ریموت انقدی داره ولی خیلی کار قشنگ میکنه. این پایینش نوشته همین اسلینگ، بعد بگو هلو، نتفلیکس، و نوشته ناو. وقتی میزنی ناو NOW 30 تا سرویس دیگه میاد. الان یوتیوب هم خودش ماهی 50 دلار، 40 دلار، 60 دلار میدی، تلویزیونای دیگر رو بهت میده. کاری رو که من سالها پیش، باور کن این مغز من، سالها پیش مجانی انجام دادم برای ایرانی ها، اینا از مردم پول میگیرن. من اومدم یه صفحه به شهادت اونایی که بودن رادیو، الان هم هنوز هم هست، تیوی و رادیوهای دیگران رو گذاشتیم، بعد حتی نوشته ها نشریات دیگران رو گذاشتیم، ولی ما شعورمون نرسید بگیم هر کی میخواد بیاد اینجا 100 تا رادیو تلویزیون 30 تا نمیدونم فلان با هم ببینه باید ماهی 30 دلار، ماهی 1 دلار، ماهی 10 دلار بده. وقتی سعید امروز اون ویدیو رو فرستاد گفتم این آقای همه چی رو درست میگه و میگه شما سعی کنید ویدیوها رو که درست میکنید خیلی مرتب درست کنید که طرف بدونه کی بیاد نگاه کنه و اینا، و ضمناً میگه اینایی رو که میان نگاه میکنن تشویق و ترغیب کنید که سابسکرایب کنن. سابسکرایب یعنی وقتا میگفتم مثل آبونه شدن. همش تو مغز ما اینه که باید یه پولی بدیم. نه، حالا یه جایی هست مجانیه، من ویدیوهای جیمی کمال و استیو کولبر اینا میشه میزنم سابسکرایب، و بعد بغلش حالا دیگه یوتیوب یه زنگوله یا یه ناقوس یا یه زنگ بزرگ گذاشته، شما اونو باید کلیک کنید تا براتون بیاد. اینم یه کار احمقانه اینا بود. خب اگه سابسکرایب میشه به یه جا میخواد با خبر باشه. بالاخره این کارو انجام بدید. اینایی که روی یوتیوب هستید ویدیو ما رو از یوتیوب میبینید، لطفاً پایین صفحه، حتی اگه روی ویدیو خود ما نباشه اون سابسکرایب، اون پایینش با قرمز نوشته سابسکرایب، اون رو کلیک کنید، بغلش هم اون زنگوله، ناقوس، هر چی که دلتون میخواد اون رو هم بزنید. هر وقت ما یه ویدیوی میذاریم اون ویدیو برای شما میاد و بهتون میگه، مثلا الان که معلوم نیست هر از سالی شبت شنبه به نوروز ما برنامه میذاریم که، نه هنوزم باز ما جز مرتب ترین هستیم از لحاظ ساعت شروع کردن، از لحاظ این که قبلش می‌نویسیم که ملت برنامه داریم یا نه. بله، آقای شهروز ساسانی میگن استاندارهای استانها را به جای اینکه مردم استانها انتخاب کنند خود شاه انتخاب میکرد. تبریزی را میکرد استاندار خوزستان، خوزستانی را میفرستاد تبریز و الی آخر. بله، حالا اینا یه چیزی، ببینید یه چیزی از یه جای یاد گرفته بودن تو سربازی، دلیلی که شما رو از شهر شیراز می بردن تهران، اهواز، کرمانشاه اینا، می گفتن این اگه تو شیراز باشه و اینا هی در میره میخواد بره خونه شون، بعد هم می گفتن بره یه فرهنگ دیگر رو آشنا بشه. ولی احمق استاندار و شهرداری که میخواد مشکلات این شهر و این استان رو حل کنه با مردم، با آقا استاندار آورده بود ترک تبریزی بود تو شیراز. چقدر شما اینو قشنگ به موقع گفتی که من بگم، ممنونم از شما. یکی از محاسن، چون محاسن جمع حسن، یکی از محاسن تلویزیون مردم همینه که در هر زمانی ما به هر صورتی که تونستیم با شما زنده بودیم. تا زمانی که تلفن ها خوب بود و عاقلانه بود تلفن، وقتی دیدیم مش آدم معتاد، بنگی، لوس، نونور ازش استفاده میکنن، حالا با کامنت ها، با پیام ها، با این ریل تایم دیگه، واقعا من دارم میگم شما داری میشنفی و همون موقع میندیسی. مرسی مرسی مرسی. خب اینم از این، اون هم از اون. من بعضی نوشته ها رو توی این صفحه اصلی فیسبوک نمیتونم بخونم، باید بیام اینجا یه صفحه رو عوض کنم تا بخونم. در هر صورت بازم از این که با ما هستید خوشحالم و امیدوارم
این برنامه رو برای دوستان دیگه‌تون هم بفرستید. اینی که شما می‌بینید یه ویدیو یه دفعه 2 میلیون دیده، اونم چی؟ یه پسری مثلا آبجو خورده و شیشه‌شو پرت کرده، شیشه‌ش خورد سر دوستش. اینه که هی برای هم می‌فرستن. این برای دوستش فرستاده، اون دوست جزو 4 تا بودن، اون 4 تا برای 10 تای دیگه فرستاده میش. 40 تا همینجوری حساب کنی، یکی برای 4 تا، اون 4 تا برای 40 تا، همینجوری میره بالا. یادم اینه شب شده 2 میلیون. ولی ویدیوی ما چجوریه که بعد از 20 سال هنوز لک لک میزنه 4 تا 5 تا بیننده؟ مای گود. بله، اینم جوابش، منتظرش بودم آمده و اینها. خیلی ممنون. بله، we can help you. I'm not sure. آها، very good, very good. بذارید من اینو چیز کنم، بعدم جواب میدم، مزاحم وقت شما نمیشه. خب، سقوط هواپیمای آمریکایی رو در افغانستان گفتم، زلزله در فارس، خون زنیون که 3 نفر مصدوم شدن، چون تو قسمت فارس و اینا 5.4 بوده و میگفتن هم زلزله عمودی بوده، مثل که این زلزله ها بعضی هاشون ضربات به اصطلاح خسارتی که میزنن افقیه، بعضی ها عمودی. این میگن در 7 کیلومتری زیر زمین هم اتفاق افتاده. حالا چقدر اون زیر قوی بوده که 5 خوردش به بالای زمین رسیده، اونو دیگه خود شما حساب کنید اگه متخصص زمین شناسی هستید. ولی ماها لازم نیست متخصص باشید، ما ایرانی ها در تمام رشته ها تخصص داریم. هواپیما میفته، قبل از اینکه خلبانه بفهمه ما میگیم چی بوده، دسیسه چی بوده، کجا بوده فرم. و اما هواپیمای ایران ماشه از رانوی تو هایوی، هایوی اینجا به جاده ها میگن و اینجا نمیگن شاهراه، نمیگن پرزیدنت وی فلان. حالا البته داری مثلا میری پل پرزیدنت جورج، پرزیدنت پل لینکلن، پل، ولی هیچ کی نمیگه شاهراه و اینا، میگن هایوی. در هر صورت رانوی اونجایی که هواپیما بلند میشه میشینه اینها، اون قسمتی که از پارکینگ میان تا اونجا میگن تاکسی. اصلا کلمه تاکسی هم این یعنی چیزای کوتاه از اینجا به اونجا بماند. گویا این هواپیما میخواسته بشینه اینجا، اتفاق افتاده. دوستان فکر نکنید این فقط مال ایرانه، اینجا اتفاق افتاده که طرف چی بوده، رانوی کوتاه بوده. بزنید تو یوتیوب لینکش بزنید، اینجا دیگران ببرن رانوی، یا حتی کوتاه نبوده یا اشتباهی هواپیما اومده یه فرودگاهی نشسته که اون هواپیماه با اون سرعت رانوی طولانی تری میخواسته، این رانوی شورت بوده، رفته افتاده تو آب، رفته زده به برف، رفته خورده به ساختمون، یعنی رانوی بنزه کافی نبوده. در صورت اینم از این ماجرا. ولی مسافرها همه خوشحال که سالمن و موشک بهشون اصابت نکرده. هفته پیشم در ترکیه زلزله اومده بود، 2 روز پیش که من دوستانی که دارم اونجا احوالشون رو پرسیدم و گفتن که نه در این قسمتی که ما هستیم نه، و جای دیگه بوده. گفتم والا من شمال و جنوب و شرق و غرب ترکیه رو با این محلاش بلد نیستم، فقط چون شنیده بودم زلزله شدیدی در ترکیه اومده بوده یکم نگران شدم و پرسیدم. خیلی خوشحالم که شماها سالم هستید. استیضاح ترامپ، افشاگری جان بولتون علیه ترامپ. دوستان عزیز، ساعت 2:58 است. اجازه بدین این سر وقت بودن رو تکرار کنیم تا بشه چی میگفتن؟ یه چیزی میگفتن که یعنی تو ذهنمون باشه، تا یه کلمه خوبی بود الان یادم رفته. خب I'm producing a show Footstep in the Dark this Friday at Kennedy Center's Family Stage featuring Muslim hip hop dancer. Well, if you are free, please do come and use this promo in Kiev. آقای اسد جعفری دوستان برای من نوشته این جمعه توی کندی سنتر. اتفاقا قراره ماز جبرانی هم بیاد. خوب شد ایشون گفت، من در زمانی که
با آقای نیساری صحبت میکنم، اون اطلاعات ماز جبرانی رو میارم. من دو سه تا چی گفتم اون روز، گفتم درباره این که اینها هم دارن مثل ما احیا که از شب تا فردا صبح میرن میشینن دعا میخونن و سرود میخونن و فلان اینا. یه دوستی باز مسخره که آقای سوربی گفتی یا گفتم چقدر خوشحالم که من اینو آوردم با خودم. این دفترچه‌ایه که اونجا تو کلیسایی که شراین بهش میگن یا بهش میگن باسیلیکا، درست میگن؟ باسیلیکا، بله باسیلیکا، باسیلیکا که بهتون گفتم توی ترکیه هم یه همچین چیزی هست، ولی اون کلیسا نیست، اون برای دستگاه آب و اینا هست. نشنال پریر ویژل فور لایف، این همون دعای نمیدونم ملی و فلان برای جون بچه‌هایی که هنوز دنیا هم نیومدن و اینا. ببینید زیرش دوستان نوشته تا کی، نوشته تا هفت صبح. ببینید آخرینش 6:30 تا 7:30 یه همچیزی. و ببینید از روز 23 شروع میشه، از ساعت 5:30 است، بعد میره اونجا تا روز 24 میدنایت. اینه دوتا کتاب راجع به دوستان کلیمی و یه بار ما راجع به یهودیا و اینکه اشتباه داخل خودشون ازدواج میکنن صحبت کردیم. باز دوستی آمد گفت آقا اینا اگه اشتباهه چرا با نمیدونم نابغه ترین و فلان اینها. گفتم آقا اینه دیگه، خودشون اینه، خودشون مسجد، کلیسا، کنسا، هر چی که بگی، چیه خود کلیمی ها اینو پخش میکنه. What Jewish and interfaith couples ببینید need to know about Jewish genetic diseases. اوکی اینا رو بعدا صحبت کنیم. 3:01 شد، چقدر ما راجع به سر وقت بودن گفتیم. حالا بریم سراغ آقای نیساری ببینیم که ایشون درباره، بله آقای فرزاد نیساری، ببینیم درباره اوضاع و احوال جهان و چی شد. آه. ما داریم زنگ میزنیم ایشون رو تشریف بیارن. چه جالب، تلویزیون مردم به حمایت شما نیازمند است. این زیر برای کمک کردن از طریق پیپل، اینجا این آدرس، و به نظر میاد که وصل شدیم. آها ویدیوی ایشون هم آمد. دوستان عزیز اجازه بدید من تصویر ایشون رو بدم به سیستممون و من هم مثل شما بشینم و به صحبت‌های ایشون گوش کنم. و شما هم میتونید اگر سوالی دارید مثل من، موقعی که ایشون دیگه صحبت‌هاش تموم شد، به اون قسمت Q&A Question and Answer پرسش و پاسخ اون موقع بپرسید، ایشون هم پاسخ خواهند داد. آقای نیساری خیلی خوش آمدید، بفرمایید. این شما، این هم دوستان بیننده و شنونده در سر تا سر جهان، و بگید ببینیم آقا که اوضاع جهان اول و اوضاع دنیا چگونه است، چه باید کرد. بفرمایید با شما هستیم. با درود بر شما، بر میهمانان گرامیتون، با درود بر هموطنان گرامی که این برنامه رو می‌بینند، با درود بر استادان و معلمانی که به من درس زندگی و آزادگی رو آموختند، با درود بر فرزندان ستم دیده ایران که دست روی همه آنها را از راه دور می‌بوسم. زنده و پیروز. بریم بر سر اصل مطلب و اینی که در حال حاضر در ایران چه اتفاقاتی افتاده. در دو هفته گذشته ما شاهد چند شعبده بازی دیگری از رژیم بودیم. مسئله سردار قاسم سلیمانی بود که مسئله بسیار جالبی بود، چون بسیاری حتی از کسانی که مدعی مبارزه بر علیه رژیم جمهوری اسلامی هستند هنوز شناخت کافی در مورد اینی که مهره‌های این رژیم به چه صورت کار می‌کنند ندارند. کسانی هستند که مدعی فریختگی، مدعی مبارزه، مدعی مردمی بودن، مدعی این هستند که این رژیم رژیمی است سرکوبگر، آدم کش و هزار ایراد به این رژیم میگیرند. منتها به محض اینکه یکی از سرداران انسان کش، ایرانی کش و به اصطلاح آزادی خفه کن به دست اجنبی دیگری از بین رفته، اینها سریعا سوگوار شدند و بسیار ناراحت شدند که یکی از سرداران به اصطلاح اونها میگن ایرانی، به نظر من کسانی مثل آقای سلیمانی سردار ارتش ایران نبوده، نیست
و همچین کسانی رو ارتش ایران نیاز ندارد، مگر اینکه برای ایرانی بجنگد، نه برای خاک ایران. عکسی هست در صفحه فیسبوک من که خطوط نفتی رو که لوله کشی شده از اطراف مسجد سلیمان نشون میده و یک سرباز انگلیسی داره دنبال بستار در ادامه اون لوله ها رژه میره. خب اوشون هم حافظ و منافع نفتی است که در سرزمین ما بوده و یک زمانی هم لشکرکشی کرده به جنوب ایران، از اونجا محافظت میکرده. یک زمانی هم روسا وارد شدن به ایرانی ها رو به دار میکشیدن. خب اونها رو هم نمیشه حساب کرد که به اصطلاح سرداران ارتش ایران بودن. فقط کسانی سرداران ارتش ایران هستند که برای منافع مردم ایران و به نام ایران میجنگند، نه برای استیلای یک فرهنگ بیگانه و ایرانی کش و انسان کش و به اصطلاح زن خفه کن و نیمی از مردم ایران رو در زندان ها نگه داشتن و غیره و غیره. بنابراین امتحان خوبی بود، سنگ محک خوبی بود. دیدم بسیاری از کسانی که حتی به اصطلاح دوست خود من هستن در فیسبوک و من اینها رو به چشم انسانهای مبارز می نگریستم و هنوز هم می نگرم و این مسئله رو یک مسئله اشتباه به حساب میارم، به این دلیل که متاسفانه همه ما آگاه آنچنان به مسائل روز نیستیم، احساساتی میشیم و اون این قبارهای این چنینی جلوی دید ما رو میگیره و این مسئله بسیار جالبی بود. منتها تا اونجایی که به من مربوط میشه، ایشون سردار سلیمانی در به اصطلاح قتل جوانان ایرانی چه در درون ایران و چه در خارج از ایران سمت داشته، دست داشته و من و اگر زمانی میرسید که ما اینها رو شکست میدادیم و ایشون زنده بود، مطمئنن یکی از جنبه کسانی بود که به دادگاه عدالت مردمی سپرده میشد. این مسئله رو بذاریم برای یک لحظه کنار. ایشون در سال 2005 تا 2008، در سال 2013 تا 2014 یکی دو مرتبه توسط نیروهای اسرائیلی در به اصطلاح اونیتی که فعالیت میکرد دستگیر شد و مطالب این هم به اصطلاح درد شده در منابع گوناگون و اسرائیلی ها مطمئن نبودن که آیا این ایشون رو بکشن از بین ببرن یا اینکه بایستی از به عنوان زندانی یا تحویل بدن، خلاصی بلای سرش بیارن. و دولت آمریکا به اینها گفته بود که دست از کشتن اینا به ایشون بردارید، الان وقتش نیست و غیره و غیره. حالا بحث این است که من این بحث رو قبلا هم کردم، اون زمانی که اینها در داخل خاک روسیه، خاک سوریه، معذرت میخوام، خاک سوریه و یا خاک عراق دارن میجنگن بر علیه منافع آمریکا، آمریکا با اینها درگیری نداره. منتها وقتی که درگیری ها و جنگ ها خاموش شد و سوریه به اصطلاح نیروهای آمریکا و غرب شکست خوردن و به اصطلاح بیرون رفتن و کامل دست روس و حالا ایران حالا سهمی داره نده، اون بس دیگری است افتاده، اینها حالا میخوان بیان برگردن و انتقام بگیرن. بنابراین اینها هیچ به هم نمیخونه، همخونی نداره، جز این که همون برگرده مسئله شعبد بازی. همون جور که میدونیم در آبان ماه درگیری های بین مردم و رژیم بسیار بود و به نظر من این شعله خاموش کن بود که زدن و این شعله رو تا اندازه که تونستن خاموش کردن، اما مبارزه مردم ایران با این مسائل به این حساب حل نمیشه، چون اختلاف ها و اون مشکلاتی رو که برای مردم ایران ایجاد کردن حل نمی کنن و اونها خواه نخواه گریبان این رژیم رو گرفته و از دوباره خدمتشون خواهد رسید. یک مسئله دیگر این است که در این به اصطلاح به خاک سپاری این فرد که مدعی بودن اهل کرمان هم هست و تا اونجایی که ما میدونیم ایشون یک لبنانی است، البته فرق نمی کنه از هر جایی که میخواد باشه، ایشون جزء سپاه اجنبی بوده، برای من هیچ فرق نداره که از چه ملیتی میخواد باشه یا نباشه. منتها در زمانی که ایشون رو به خاک میسپردن، اینجوری که ادعا میکنند، البته که میلیون ها نفر که حساب وقتی کردن شده یک چیز حدودا 500 هزار نفر در هر مراسمی در خاک سپاری ایشون شرکت کردن و تا اونجایی که ما اخلاق و فرهنگ و آداب رسوم مردم خودمون رو میشناسیم، به محض اینکه اعلام کنه که آقا جون اتوبوس مجانی گذاشته، میشین مثل مثلا رفتن یک روز به در، روز رو به در کردن، ناشتایی و نهار و شام رو هم اونجا افتادن و رفتن در اونجا شرکت کردن. ملت بیکار همین است متاسفانه. بنابراین اون مسئله ازدحام جمعیت در پشت سر این مسائل خاک سپاری به هیچ وجه جای این نیست که آقا اینها هنوز پشتیبان دارن. خیر، اینها هنوز
منافع مردم ایران رو صرف این کارها میکنن و اگر 2 سال دیگه 10 سال دیگه 20 سال دیگه بمونن باز از این جریانات پیش بیاد، مردم بیکار زیاد هستن که صف بکشن. ما نزدیک 10 میلیون جوان بیکار داریم، زیاد هستن که خوابگان رو دست بیان جلو. ولی با تو امیدوارم که هرچه کمتر برن جلو و اینها رو هرچه زودتر مسئلهشون رو تموم کنیم. برگردیم بستر این مسئلهی که شما پیش کشیدید در رابطه با آقای بنی صدر. ببینید، ما به طور کلی یا تفسیر وقایع میکنیم یا ایجاد دگرگونی. اگر تفسیر وقایع هست، ما در 40 سال گذشته تفسیر وقایع تا دلتون بخواد کردیم. یعنی تمام سازمان ها اومدن، یکیش میگه رژیم اینه، یکیش میگه رژیم اونه، یکیش میگه نمیدونم حزب فلان چیز بلان چیز هست، این سازمان بلان هست، اون سازمان بلان هست. ولی در ایجاد و ایجاد دگرگونی و تغییر متاسفانه دستمون بسیار نارسا بوده و کوتاه، و ایجاد دگرگونی هست که مسئله مهمه هست. حالا در این مبارزه برای ایجاد دگرگونی ما نیرو میخوایم، ما کسانی رو میخوایم که بتونن بیان جلو و این کار رو انجام بدن. و برای این کار به نظر من البته این هست، ما همیشه میگیم یکی مرد جنگی به 100 نفر. این یکی مرد جنگی به 100 نفر صحبت ساده ای نیست. یعنی اگر یک نفر بین هر 100 نفر یک نفر از همه رشیدتر هست و بهتر میتونه بجنگه. اگر ما این رو بیان در قاموس فرهنگ امروز و در قاموس به اصطلاح رهبران، وقتی میگم رهبر منظورم گاندی این چیزا نیست، در قاموس مردمی که حاضر هستن دیگران رو پشت خودشون بکشن و به جلو پیش ببرن نگاه بکنیم، میبینیم در هر 100 هزار نفری یک نفر هست که میتونه قابلیت یک همچین کارهایی رو داره. در هر به اصطلاح 10 نفری از اینها که بشن 1 میلیون انسان، یک نفرش هست که میتونه در هر 1 میلیون یکی از این 10 تا هست که قابلیت به اصطلاح این که تجمع ایجاد کنه و رهبریت رو یک خورده پیچیده تر کنه، سازماندهی بهش بده، سیستماتیک بخواد بره جلو، حرکت کنه، همچین چیزی به وجود میاد. بنابراین وقتی شما در یک کشوری مثل ایران به جمعیت 80 میلیون نگاه میکنید، ما به 80 نفر از اینها نیاز داریم. اگر ما میتونستیم این 80 نفر رو دور هم جمع بکنیم، مطمئن بشید که دیگران هم میتونیم پشت سر هم جمع بکنیم. منتها همون جور که بارها گفتم، دعوا بر سر لحاف ملا نصرالدین هست و به محض اینی که اجنبی واقف شده، یعنی در حقیقت منظورم اجنبی، مجنبی امروز هست، چون همین اجنبی امروز شاید 1000 سال پیش در حقیقت تحت سیطره و سلطه ما بود. منتها امروز با در دست داشتن تکنولوژی و امکانات سر به زنگاه اومده، در 150 سال گذشته به ویژه سر ماها کلاه گذاشته و رفته. این هست که ما بایستی با شناخت از گذشته دور هم جمع بشیم، با اتفاقهایی که افتاده، با نباید بگذاریم این تاریخ به اصطلاح مضحک گونه از دوباره تکرار بشه. حالا بریم بحثه اینی که شما نگاه کنید، در یک کلاس یک معلم دارید 10 تا دانش آموز، یک معلم دارید 20 تا دانش آموز، در یک کارگاه یک مدیر کارگاه دارید 30-40 نفر برای شما کار میکنن. مملکت هم همین هست. در حقیقت مردم عادی میخوان برن دنبال کار زندگی و به اصطلاح نون و خوراک روزانه شون، همه نشستن اونجا که تفنگ دست بگیرن بیان جای خوابون و مبارزه کنن. البته امیدوارم که هرچی زودتر بیان هرچی بیشتر و بهتر، ولی ما قبل از اینکه اینا بیان بایستی بتونیم رهبریت خودمون رو هرچی محکمتر دور هم جمع بکنیم و اونها رو که قلبشون برای ایران میتپه بتونیم با هم اتحادی در بین اینها ایجاد کنیم. ولی بیگانه تا به حال از ما خیلی زرنگتر بوده. من امروز همین 1 ساعت پیش یک ویدیو 1 دقیقه برای شما فرستادم. نمیدونم امکان این که شما این رو پخش بکنید بین صحبت‌های من هست یا نه، یا دیدین توی پستتون آقای سوربی روی من اتفاقا رفتم تو فیسبوک شما اون عکسی رو که میگید نشون بدم و ندیدم اون عکسی رو که میگید سرباز انگلیسی از خط تا دفاع میکنه، ولی اگر تو فیسبوک هست با یا با مسنجر فرستادید. این هم یکی از مشکلات این روزا، چون ما با اسکایپ، با یوتیوب، با فیسبوک، با ایمیل تماس میگیریم، بعضی وقتا به قول معروف اینا میشن missing in action. اگر رو فیسبوک خود شما هست ببینید، این توی فیسبوک من هست. این یک گفتگوی هست که ضبط شده از آقای شهرام همایون، خب کسی که میگه ما هستیم. بله بله، ایشون داره صحبت میکنه با یکی از دوستاش
و میگه که ابراز میکنه که آقا امیدوارم که موقعیت در ایران و در به اصطلاح انقلاب به همین حالتی که هست بمونه، چون اگر از این حالت در بیاد آدمهایی مثل اون، یعنی مثل خود شهرام همایون، اگر برگشت به ایران فوقش میشه استاد دانشگاه. البته من نمیدونم که ایشون سوادی داره برای دانشگاهی یا نداره، اون به خودش مربوطه، ولی فوقش میشه استاد دانشگاهی یا یک جایی خلاصه همونجوری بزنه سر کار. ولی ایشون الان تلویزیون خودش رو داره، برنامه خودش رو داره، درآمد خودش رو داره، بالاخره یک سری هست بین سرهای دیگر. یعنی داره قشنگ ابراز میکنه که آقا وقتی ما میگیم سلطنت طلبه ها به اصطلاح ستون پنجم جمهوری اسلامی هستن یا مجاهدین به همین ترتیب، و تلاش اونها در این هست که نیروی انقلاب رو تا اونجایی که میتونن کاهش بدن که این سیستم سر کار خودش بمونه، در حقیقت همین هست. خب به چه صورت ما میتونیم وقتی یک همچین کسایی در خدمت اجنبی، در خدمت بیگانه دارن کار میکنن، به چه صورت ما میتونیم جلو بریم؟ حالا کنار اینها یک عده شکست خورده و شکست کرده به اصطلاح که قبلا عضو سازمان های دیگری بودن من جمله سازمان مجاهدین، اومدن با وقاحت و بیشرمی شکست انقلاب 1357 رو انداختن به گردن مردم، و اینی که مردم، آقا مردم مسلمان دو آتشه بودن، مردم مسلمان سه آتشه بودن. درسته که حاج محمد، نمیگن حاج محمد رضا، از رضا شاه و از به اصطلاح محمد رضا شاه به نیکی یاد میکنن اینها به اشتباه، بعد میگن که آقا درسته اونها یک اشتباه کوچولو کردن، ولی مردم خر بودن، مردم نفهم بودن. این اهانت بزرگی است به ما مردم ایران، نمیپذیریم اینها رو. ببینید بسیار ساده است، وقتی که سران مملکت شما رو از بین برده رضا قلدر بزدل، وقتی که حاج محمد رضا پالانی همه آزادی خواه ها رو، هر کسی که سرش به تنش میارزه، گرفته و اعدام کرده، بعد اون کسایی رو که به اصطلاح زندانی کرده و زیر شکنجه نگه داشته، اما ملاها و آخوندها رو نه تنها پرورنده، نه تنها حقوق به اونها داده، پرورششون داده، رشدشون داده که بر سر هر کوی برزنی هم عربده بکشن. خب نمیتونید شما بیاد دقیقه یک ملت رو بگیرید و بگید آقای ملت تقصیر شما بوده. نمیتونستن، با زور سرنیزه این کار کرده. درست مثل همین الانه است که شما در بیاد یقه من رو بچسبید و بگید که آقای فرزاد نیساری چرا شما در میدان وسط میدان تهران وای نمیسی که شعار مثلا حرکت برای رژیم بکنی و شلوار از به اصطلاح خشتک اینها بکشی پایین. مسلما مردم تا اونجایی که بتونیم این کار رو میکنیم، ولی اون طرف کار هم هست. این رو بایستی سواستون باشه، هر کسی رو که سر بلند میکنه اینها از بین میبرند. بنابراین زمانی که تعداد رهبریت درست به مقدار بسیار کم هست و زمانی که بسیاری از اینها از آبشخور اجنبی به اصطلاح نان میخورند، همون جور که در مجالس به اصطلاح زمان قبل از انقلاب مشروطه از انگلیس و روس پول میگرفتن به اون ترتیب کار میکردن، وقتی به اون ترتیب کار میکنن، بنابراین بسیار لازم و مهم است که اون رهبران اصلی مردم ایران سرپا و سالم بمونن. یک. دو، مسئله ما این هست که ما هیچ وقت مدعی این که آقا مردم بیاد هرچی ما میخوام انجام بدیم نیستیم. ما خودمون از مردم هستیم، ما میگیم هر کاری که مردم کردن ما هم میکنیم، اما در بین راه توضیح هم میدیم که آقا راه صحیح و راه درست چی هست. حالا آقای رضا قلدر بزدل، ایشون درست همون خمینی زمان خودش هست. یعنی زمانی که مردم ایران انقلاب مشروطه کردند، زمانی که فضل الله نوری رو به دار کشیدن، همین مردمی که الان همین به اصطلاح بر شکست‌های سیاسی دارن میگن که آقا جون مردم ایران اشتباه خودشون بود که در 1357 انقلاب کردن، در 100 سال پیش از اون، 100 سال یا 60 سال 70 سال پیش از اون، شیخ فضل الله نوری رو که رهبر به اصطلاح اسلامی بود به دار کشیدن. این چه مردم مذهبی هستن؟ این آقا رضا قلدر بزدل و ارباباش بودن که اومدن حوض علمیه قم راه انداختن و اینها رو در سر تا سر ایران پخش کردن و حقوق به اینها میدادن. این آقا محمد رضای پالانی بود که در حتی در آلمان حوزه علمیه زده، در نمیدونم کشور خارجی حوزه علمیه زده، چه رسد به داخل ایران. اون وقت اومده صحبت میکنید که چرا مردم ایران احمق بودن؟ نه خیر، شما مردم ایران رو احمق کردید، مردم ایران رو بیسواد کردید، مردم ایران رو پاپتی کردید. آقای رضا قلدر بزدل
من یه کتابی تازگی ها به دستم رسید از صادق هدایت. باید بگم که من این کتاب رو اطلاع از این کتاب نداشتم، ولی خب این کتاب صادق هدایت هست به نام حاجی آقا و یک همچین چیزی. و من چیزهایی که قبلا اعلام می کردم و تاریخی از به اصطلاح پدر و پدر بزرگ من رسیده بود می گفتم، اتفاقا همین آقای صادق هدایت نوشته و من می خوام این متن رو که یک چهارپنج خط بیشتر نیست در اینجا بخونم که به کنه قضیه ما پی ببریم. شما تصویر من رو از دست میدید وقتی من روی این متن رفتم؟ فکر نمی کنم. اگه می خواهم رو کامپیوتر برین بله میتونم اون موقع عکس فیسبوکتون رو نشون بدم. ضمن من فیسبوکتون رو نشون دادم، دوستانم میتونن اونجا برن. دو تا صفحه دارید شما، یکی فرزاد نیساری، یکی فرزاد نیساری دوستان. اونجا حالا شما بخونید، اگه چیز شد من عوض میکنم، مسئله نیست. بسیار بسیار خب ببینید، نوشته این نابغه، منظورش رضا قلدر بزدله، این نابغه همش توی مرغدانی شکار میکرد. ایلاتی را که خلع سلاح شده بودند توی شکمشان مسلسل می‌بست. البته حواستون باشه ایشون در رابطه با مبارزه با ایلات چندین مرتبه شکست سخت خورد و افسران خارجی بودند که برای ایشون می‌جنگیدند. اما چرا آرارات را مشعانه از دست داد؟ چرا در اختلاف سرحدی با افغان‌ها به ریشش خندیدند و در باب کشتیرانی فرات تو دهنی خورد؟ چرا جزیره بحرین را نتوانست پس بگیرد؟ آنجا توپوزی خورد چون امر به خودش مشتبه شده بود. اما برای تمدید قرارداد نفت که تا حالا یک مادهش هم اجرا نشده جشن گرفت و مردم را رقصاند. ما نظام نداشتیم، ادای قشون را در آورده بودیم. تازه با آن همه آهن و توپ که مانور می دادند افسرهایش سه شب گشنگی می‌خوردند. آن وقت توی شلوغی جنگ می‌خواست آذوقه به افراد برساند. این از کتاب به اصطلاح حاجی آقا از صادق هدایت است. سوم شهریور خودم تانکچی دولت را بیرون دروازه شاه عبدالعظیم دیدم که از مخزن تانک به اتومبیل فراری بنزین می‌فروخت. آن وقت اینها می‌خواستند از جان و مال و حیثیت ما دفاع بکنند. نظامی ما تا سرباز هست توسری میخوره، همین که درجه گرفت توسری میزنه و میدزده و دیگر شمر هم جلودارش نیست. این معنی قشون یا آن وکلای پست خائن جاسوس نماینده بنده و یا آن وکلای پست خائن جاسوس نماینده بنده و شما بودن. این از کتاب حاجی آقا از صادق هدایت هست. حالا ببینید بعضی جاهاش این هست که به خصلت مردم برمیگرده و همین الان و در به اصطلاح دولت قبلی هم بعضی ها هستن که خب دوست هستن و متاسفانه کمایی هستن، من رو به پای رضا قلدر بزدل میذارم. اما شیر بودنش رو در مقابل مردم، چوب بلند کردن و تو سر فرزند ایرانی زدن، بعد رهبران ایلات و عشایر رو کشتن که در حقیقت صحنه دفاع ملت ایران رو، سپاه دفاعی ملت ایران رو که در جنوب ایران جلوی انگلیس واسطه بودن و در شمال ایران جلوی روس، اینها رو از بین بردن، در حقیقت ایشون ملت ایران رو خلع سلاح کرد. حالا میان میگن نه خیر آقا، ایشون ایران ساز بوده، ایشون ایران نمیدن فلان بوده. اینا چه بحثایی به اصطلاح بی خودی است که یک ورشکسته شکست خورده که 40 سال هست معلوم است دنبال مجاهد غیره بوده، تازه به این نتیجه رسیدی که آقا ایران چیز دیگری است و این مذهب اسلام بایستی به اصطلاح از ایران برکنده بشه و از بین بره. ببینید در هر فرهنگی، در هر ایده‌ای، میخواد ایده من باشه، میخواد ایده سلطنت طلبه باشه، میخواد ایده به اصطلاح این رژیم جمهوری اسلامی باشه، ما سه طبقه مختلف از مردم داریم. یکی رهبریتش هست و اینها کسانی هستند که در صدر ایستادن و در حقیقت نقشه کش همه این کارها اونها هستند. در رابطه با سلطنت طلبها، در رابطه با جمهوری به اصطلاح جمهوری اسلامی، در رابطه با خودفروشانی که در حقیقت مثل شورای مدیریت گزار یا گزار یا هر چیزی که بخواید اسمشو بذارید، در رابطه با اینها اجنبی هست که رهبریت رو اون طبقه اول رو تشکیل میده. دسته دوم که زیر اینها ایستادن، خودفروش به این دسته اول هستند و این خودفروشان به این دسته اول مثلا در بین جمهوری اسلامی اون آخوندهای امام سفید هستند، اون امام سیاه ها و اجنبی ها که از خارج هم دستور
دستور میاد براشون، اونا دسته اول هستن، اون امام سفیدا و زیر دستی ها و نمیدونم سرداران سپاه و سرداران بسیج و غیره میان طبقه دوم میشن. مردم بیچاره عادی در حقیقت فریب خورده اون دو دسته بالایی هستن. حالا این در رابطه ما هم صادق هست، ما مردم اگر بخوام درست حسابش رو بکنیم، رهبریت مردمی رو میخوان که قلب و مغز مردم را برباید، نه مال و منال و ناموس مردم را. رهبری مردمی که مغز و قلب مردم را برباید، اون بشینه سطر اول، نه اجنبی باشه بلکه از خود ایران باشه. دوم مدافعینی میخوان در طبقه دوم، خودفروخته مغزی به مردم ایران، خودفروخته جان به مردم ایران، خودفروخته قلب به مردم ایران. اگر ما بتونیم این دوتا رو کنار هم بگذاریم، بعد مردم بیان فریب خورده ما بشن، در حقیقت مردم فریب خورده خودشون میشن و به حق و حقوق خودشون هم خواهند رسید. در غیر این صورت، در حال حاضر شما این ویدیوی آقای شهرام همایون رو ببینید، این بسیار نکته جالبی است. این رو بایستی حتما آقای سوربی توی برنامه تلویزیونتون نشون بدین. خفتی هست برای این سلطنت‌های خودفروخته که در میاد میگه آقا موقعیت در ایران اگر همینجوری بمونه، درست مثل رهبرش آقای حاج پسر رضا که میگه مردم ایران اگر مسئله شما شکست استیلای اسلام در ایران هست، بهتر هست که این رژیم بمونه. این گفته خودش هست و طرفدارانش وقتی باشون صحبت میکنید باورشون نمیشه. بنابراین کار به همین سادگی نیست آقای سوربی، و اینی که شما میگید بیاید برید در داخل ایران و اینها رو لنگ بکنید، هیچ مسئله ای نیست. ما مردم ایران هستیم، ما از مردم ایران هستیم. من هیچ چیز رو از مردم ایران نمیخوام که خودم حاضر به انجامش نباشم، و مردم ایران هم درست در عرض این چند مدت گذشته، به ویژه چند ماه گذشته، اگر دقت کرده باشید، ما از مسئله اینی که تا آخوند سقط نشود، این مملکت مملکت نشود، شروع کردیم به آخوند انداختن. حالا چه یک باشه چه دو، و حواستون باشه که شما 10 کیلو شیر رو میگذارید و کافی یک قاشق کوچک ماست به این بزنید و این رو تبدیل به ماست کنید. این هم همینه. چند تا آخوند که بیفته همون جور که افتاده، مردم میان بیرون، مرگ بر ستمگر، چه شاه باشد چه رهبر. من دیدم برنامه تلویزیونی بستا اون کسایی رو که مدعی مبارزه برای رژیم هستن، طرف اومده وکیل هست، طرف اومده 20 سال 30 سال هست که در این تلویزیون ها گفتگو میکنه، اما وقتی که شعارهای مردم رو داره میده، درست اون جمله رو که میگه چه شاه باشد چه رهبر از قلم میندازه. مرد بر ستمگر، چه شاه باشد چه رهبر، مرد بر جمهوری اسلامی. همین ها خب بالاخره الان بین مردم اومده و مردم دارن میان توی کار. مطمئن باشید که ما مردم اینها رو شکست میدیم، من هیچ شکی در این ندارم، و این کار ادامه پیدا میکنه. حالا خیلی خوب دو سه روز از به اصطلاح افتاده، ولی در زندگی انسان حتی ما هم بمیریم اینها از بین خواهند رفت و سیاهی به قول معروف به زغال میمونه. در اختیارتون هستم. خیلی ممنون. اولا من به شما و دیگران هیچ وقت نگفته و نخواهم گفت برید ایران. من فقط کسانی که از من میپرسن آوا شما که ایراد میگیرید به این جنبشا چی فکر میکنید، میگم اگه از من میپرسید راه حلش اینه که شما برید ایران، به اونا میگم. حالا در رابطه با شما تو صحبتاتون گفتید که وقتی که ما رفت اینجوری شد و مردم آمدن، مردم فریب خورده ما میشوند، بعدن فریب خورده مردم میشوند. شما که منظوری ندارید که بخواید مردم رو فریب بدید که حقیقت رو دارید میگید. کاملا مسئله من فریب نیست. من ببینید، هیچ همه گروه ها، پدر من باشه، من باشم، مردم ایران باشن، از سه طبقه مختلف تشکیل میشن. یک ایده سیاسی، یک ایده فرهنگی، از سه طبقه تشکیل میشه. یکی رهبریتش هست که میخواد مابقی رو دنبال خودش بکشه. در رابطه با ما، رهبری که ما هستیم و میخوایم مردم رو دنبال خودمون بکشیم، ما میخوایم قلب و مغز و به اصطلاح جانفشانی مردم رو برای مردم ایران به دنبال خود بکشیم. من میخوام این رو رهبری بکنیم. دو عده هستن در همین گروه ها که خودفروخته به گروه اول میشن، اما در رابطه ما که ما هم از همون سه طبقه تشکیل شدیم، اون قسمت دوم ما در حقیقت خودفروخته به مردم ایران میشن. یعنی آقا خودشون، جانشون، امکاناتشون، مالشون، هر چی رو که دارن در اختیار مردم ایران میگذارن.
و به اونها به اصطلاح هست که جوابگو میشن، نه به یک اجنبی. و به این قسمت سوم که مردم عادی باشن وقتی بیان به ما بپیوندند، در حقیقت به خودشون پیوستند، برای که ما همه این سلایه مردمی همه با هم هستیم، از یک هستیم. وقتی که به یک سازمان دارید نگاه میکنید، وقتی به یک نیروی سیاسی دارید نگاه میکنید، باید اینها رو سه طبقه کنید، ببینید خودتون اون پایین، اون وسطی ها کی هستن، اون بالایی ها کی هستن، و خواست هر کنیم از اون دفعه چی هست. خودتون رو فریب خورده افکار نادرست و به اصطلاح مضر به حال مملکت خودتون نکنید. آقای نیسانی، من از شما خواهش میکنم، چون اینجوری بهتره که شما مثلا 25 دقیقه 30 دقیقه صحبت کنید، بعد دوستان که یه سوال میکنن خیلی کوتاه جواب بدید. اولا به غیر از من که میخواستم به شما بگم، فکر کنم شما کلماتی رو که میگید با وجودی که حسن نیت دارید ولی درست انتخاب نمیکنید، آقایی به نام محسن درزی چهار فصل، که اینا که چهار فصل و اینا هستن احتمالاً لورن، نه؟ ایشون نوشته که این ما که شما میگید کیه، ضمناً نوشتن فارسی ضعیفه. شما ببینید حتی تو کلماتتون استفاده میکنید از خود فروخته. ببینید شما میتونید بگید فدایی، ولی خود فروخته کسیه که خودش رو در مقابل پول، مثل مجاهدین امروز به صدام میفروشه فردا به عرب، اینا خود فروخته هستن و من فکر نمیکنم هیچ کسی بخواد خود فروخته. ضمناً شما تو صحبتاتون گفتید که سه طبقه هستن و میگید ما که رهبران هستیم. به نظرتون نمیاد توی این گشتی که توی فیسبوک میزنید، فیسبوک حداقل پر از رهبره ولی رهروی نیست؟ یعنی تو آمریکا ضرب المثل دارن، اینا میگن اینجا پر از به اصطلاح رهبر سرخپوسته ولی سرخپوستی نمونده. بله بله نو. خب شما انگلیسی هم از من ماشاءالله بهتره. فکر نمی کنید اگه شما بتونید به جای اینکه دنبال افرادی که خودشون رو طبقات پایین تری بدینن بیان یه کاری بکنید، این رهبرها رو جمع کنید، همه اینام که هدفهای خوبی دارن، همه اینام که گولشون خوبه، فقط بی برنامگی رو من میبینم. من حتی برای شما فرستادم اون آقای هوشنگ رادخو، یادم میاد ایشون سالها با آقای فولادمند بود. آقای فولادمند ادعا میکرد ما تفنگامونو توی نمد روغن زدیم زیر درخت ها، اصلا آدرس میداد که زیر فلان درخت خاک کردیم، که حالا بنده خدا خودش اصلا غیب شده. آقای رادخو وقتی برنامه اجرا میکرد تو تلویزیون مردم، شما دوستانی که ایشون رو نمیشناسید شاید فکر کنید من شوخی میکنم، پاش رو محکم میزد به کف زمین خونهشون، حالا یا تگزاس یا هر جای آمریکا که بود، و میگفت من به وطنم قسم، من وقتی برنامه اجرا میکنم حتی پوتینم رو میپوشم، که اصلا آدم خندش میگیره. خب پوتین پوشیدن شما تو تگزاس چه دردی درمون میکنه از اون بدبختی که تو ایران دارن تو سرش میزنن؟ من سوالی که از یکی از همکاران نزدیک آقای بنی صدر کردم این بود که آقای بنی صدر که توی صحبت‌های رادیویی تلویزیونی جدیدن گفته بودن که من میام با مردم همگام میشم، خب منتظر چی هستن؟ همین سوال از شما پرسیدم. شما گفتید ولی هر کی بگه برید ایران خب کشته بشین. خب خمینی هم وقتی اومد میدونست که خطر کشته شدن هست، ممکن یه فدایی شاه از نزدیک بهش شلیک کنه، تفنگ دست مردم بود. خود خمینی اینا گفته بودن مردم تفنگا رو از پادگان ها ببرید. خود من اون موقع تو هوابرد شیراز بودم، خیلی از وظیفه ها تفنگا رو برده بودن، ولی آمد. باید به قول من یه چیزی از شما خوشم میاد که شما میگید حقیقت رو گول خودمون نزنیم. مثلا شاه اللهی ها گول خودشون میزنن که یه قلدری رو میگن اینجوری بوده اونجوری بوده، ولی خیلی ها مثلا آقای رضا زرابی یه برنامه گذاشته قشنگ دفاع میکنه، میگه رضا قلدر قلدر بود، دیکتاتور بود، چون باید تو اون زمان دیکتاتور باشه. همین الان هم میگه اگه ما یه دیکتاتور داشته باشیم. من اینو میخونم بعد شما در مورد این دوستان صحبت کنید. نمیدونم شما میتونید فیسبوک نوشته های دوستان رو ببینید، یا چون من از دوستانی که برنامه دارم خواهش میکنم برنامه‌هاشون رو خاموش کنن، ممکنه شما میکنن. آقای ببخشید ببینید همینه، فیسبوک الان رفت دیگه، من نمیتونم پیداش کنم، اینا رو میبره پایین و هیچ دکمه‌ای هم نمیذاره. آقای فاتحی یه نوشته‌ای نوشته بودن، حتی شما رو گفته بودن آقای رئیس جمهور نیساری،
شما تاریخ رو اونجوری که باید نمیدونید و اگر نمیدونم بین بنی صدر 90 یه چیزی اینجوری، خدایا چرا من نمیتونم اینو پیدا کنم. ببینید این بعد دوستان گله میکنن میگن آقا نوشته ما رو نخوندی. آها اینجا پیدا شد. بله، جناب رئیس جمهور آینده ایران آقای نیساری بزرگوار، رضا خان تنها کسی بود که ایرانی را میشناخت. ما باید از شاهان پهلوی به عنوان تاریخی برای تجربه استفاده کنیم، نه تخته سیبل. برای دوستانی که نمیدونن، اون تختهایی که تو ارتش بهش شلیک میکنن میگفتن سیبل، که میگفت هدف سیبل های مقابل و اینا، نه تختهای سیبل برای تیراندازی و فحاشی. طریق گفتمان شما نشان میدهد کمترین اطلاع تاریخی ندارید. اما باور بفرمایید، با احترام، بین خانم معصومه قومی نژاد و بنی صدر جنتی نشان 90 ساله و دیگر آلترناتیو های جمهوریت شما بهتر هستید. هم خوب فوش میدهید و هم خوب مدیریت میکنید، ضمناً بهتر از دیگران در 100 سال گذشته گیر هستید. ایشون اینو نوشتن. اون آقای محسن درزی هم که اول با شوخی نوشتن، این آقا شوخی میکنه یا جدی میگه، بعد به فارسی شما ایراد گرفتن، بعد گفتن منظورتون از این مایی که میگید کیه. همینجا من از آقای محسن درزی خواهش میکنم یه جمله ننویسن بفرستن، مثل آقای شاهین فاتحی. همین دلیلی میشه که فیسبوک اینا رو میفرسته پایین. ببینید یه جای محدودی هست، سعی کنید مطلب بنویسید، پاراگراف بنویسید، من میتونم باز کنم. ولی وقتی مینویسید سلام حالت چطور، خوبم من هستم فلان، این هی میره بالا. ممنون و متشکرم، من ساکت میشم. آقای نیساری با شما صحبت کنم. بفرمایید نیساری. خب ببینید دوستان، ببینید هموطنان من، ببینید بزرگتران من، ببینید بهتر از جان، دوستان گرامی، عزیزان من، کار من اینجا نیست که بیام کلاه سر شما بذارم. کار من این است که بیام بگم حتی اگه خود من و یا پدر من آمدیم و ادعایی کردیم و گفتیم که مردم بایستی بیان دنبال ما، باید ماها رو ببینید جز کدوم یکی از اون سه طبقه هستیم. آیا طبقه رهبری هستیم که اومدیم فریب بدیم و دل ربایی کنیم؟ در حقیقت بعضی ها میان فریب میدن، مال، ناموس و به اصطلاح هر چیزی که متعلق به مردم هست میبرند. شما حواستون باشه، آیا ما از اون طبقه یکم هستیم یا از طبقه دوم هستیم که به اون طبقه یکم خود فروخته ایم؟ که بیایم ما طبقه یکم یا طبقه دوم با همدیگه مردم رو فریب بدیم و به ناکجا آباد ببریم. حالا این در رابطه با جمهوری اسلامی صحیح است، در رابطه با پالانی ها صحیح است، در رابطه با رضا قلدر بزدل صحیح است، در رابطه با شورای گذار از مدیریت یا کزاز هر چی میخواد اسمش رو بگذارید صحیح است. هر کسی که مال و منال مردم ایران ببره دزد هست و من نیازی به این که با احترام با اینها صحبت کنم ندارم. کسی که به مردم ایران خیانت کرده در قاموس و فرهنگ من آدم محترمی نیست. من تمام تلاشم این هست. حالا ادعای جایی که ادعای ریاست جمهوری کردم یا ادعای پادشاهی کردم در مقابل کسانی که خودفروخته به اجنبی هستند، و این واژه بسیار مهم است، دشمن را بشناس، دوست را بشناس، اگر نشناسی چطور میخوای گام به جلو برداری؟ اصلا حق همه هست آقای نیساری، حق همه هست که اگر دوستان سلطنت طلب میگن روش سلطنت هم یه نوع انتخاباته، حالا یا پارلمانیه یا نمیدونم یه پرندهی رو به پرواز در بیاریم، حق شما هم هست بگید من کبوترها منو دوست دارن میان رو سر من. اون یکی بگه که من میخوام رئیس جمهور بشم، اون رو منم یه بار به شوخی از شما پرسیدم و توضیح شما کاملا قانع کننده بود. و دوستان حق هر کسی هست که بگه من میخوام اون فخرآور دیوانه اینجا گفت من بهتر از رضا پهلوی هستم، واقعا من قبول دارم، چون حداقل دو تا کشور رو دیده، با سختی اومده اینجا زندگی کرده. رضا پهلوی اگه کسی آب نظر جلوش از تشنگی خفه میشه، رضا پهلوی اگه کسی پول نهار و شامش نده تو رستوران
این بلد نیست چجوری. دیدیم دیگه، ما 40 سال اینجا از نزدیک داریم شاهد زندگی کردنش هستیم. قبلش هم که تو خونش دیدیم دیگه، با ماشین ببر مدرسه و بیار و هلیکوپتر رو نمیدونم فلان. در اصل اون قسمت اصلا حق شماست و آقای فاتحی هم خوشحالم، یعنی اون قسمتشو قبول کرده، گفت به شما میگن پرزیدنت یا رئیس جمهور. ولی اون صحبتی که میکنن میگن رضا شاه مردم ایران رو شناخت، خب آقای فاتحی فکر نمی‌کنید فردا یه نفر میگه آخوندا مردم ایران رو خوب شناختن که پدرشون رو درآوردن، مردم ایران لیاقت بیش از اینو ندارن. همین آقای رضا پهلوی الان نشسته اینجا میگه که پدر من به اصطلاح با سرعت پیش میرفت، مردم نتونستن. خب آقا اگر من کسی باشم که تو خیابون با همسرم و با بچه‌ها داشته باشم راه برم و تند راه برم، اونا رو مطمئن نشم که دارن با من میان، من همسر احمقی هستم. چرا قبول نمی کنید که شاه احمق بود حتی اگه نتونست مردم رو؟ و باز آقای نیساری به درستی گفت اگه این مردم احمق بودن، اینا 57 سال زیر دست پدر شما و پدر بزرگ شما تربیت شدن. اگه یه مدرسه بچه هاش همه رد میشن، مسئولش کیه؟ بله بفرمایید. خب ببینید، سلطنت طلبه ها و به اصطلاح اون کسانی که سنگ رضا قلدر بزدل رو به سینه میزنن، برن این کتاب حاجی آقای صادق هدایت رو بخونن، از هموطنان ما هست، ایشون طرفدار من نیست، دنبال روی من هم نیست، برن این رو بخونن. ولی دوستان من، هموطنان من، شما دو مسئله مدرنازیسیون و مدرنیتر رو با هم اشتباه گرفتید. مثال میزنم برای شما، آیا ارباب انگلیسی رضا قلدر بزدل میومد میگفت که آقا رضا من شما رو گذاشتم سر کار، اینجا وایسی که جاده های خاکی رو مطمئن شی آب روش ریختی خاک بلند نشه که من با خاطرهام بیام نفت تو رو ببرم؟ یا اینکه میگفت بزدل سر کار گذاشتنت، کارفرما خودتی، باید بالای سر این عمله ها بیستی؟ کدام شاهی بالای سر عمله ها وای میسته؟ منظور من توهین به عمله نیست. کدام شاهی خودش میده سر کارگر و سر به اصطلاح خط راهن میشه؟ به اندازه کافی کار نداشت؟ مملکت سازی نداشت؟ نخیر، بهش گفته بودن آقا رضای قلدر بزدل ما نمیتونیم با قاطر نفت تو رو بدزدیم، نفت مردم ایران رو ببریم، بنابراین این جاده رو بایستی بسازی، چون ما عصر قاطر رفتنمون گذشته، با ماشین داریم این روزا راه میریم، بنابراین بایستی مدرنیزاسیون بکنی، راه رو بسازی، اونم در مسیری که خودمون میخوایم، خط راهن رو راه بندازی در مسیری که ما میخوایم، هم بتونیم برای لشکرکشی ازش استفاده کنیم و هم بتونیم نفت تو رو ببریم از طریق مسجد سلیمان به جنوب و اونجا سوار کشتی کنیم و بدزدیم. این یعنی مدرنازیسیون کردن، مدرن کردن یک کشور. این با مدرنیته، یعنی این که آقا من کارخانه تولید چوب کبریت نمیخوام، من کارخانه ای میخوام که دستگاه تولید چوب کبریت رو بتونه بسازه، من دانشگاه ساده که فقط درس بده و تئوری رو به اون بیاموزه نمیخوام، من دانشگاهی میخوام که تولید آلیاژ، تولید نمیدونم چجوری این سیم ها رو بهتر درست کنیم، چجوری سیم ها رو بهتر بسازیم، چجوری نمیدونم توربین بسازیم، چجوری کارهای سنگین کنیم، چجوری علم رو با صنعت اینجوری کنیم، من این رو میخوام. نه اینکه صرفا اومدی در خیابانهایی که ماشین من انگلیسی داره رد میشه چراغ کار گذاشتی، چراغ برق گذاشتی، مدرنش کردی، ولی یک جوان ایرانی نمیتونه دو تا سیم سوار هم دیگه بکنه در مملکت. یادمه در زمان حاج محمد رضا شاه میگفتن آقا نمیتونیم یه سوزن قلفی بسازیم. من صحبتم این هست، ولی سوزن قلفی رو تا دل بخواد سیمشو میآوردیم در دار آخر ایران میپیچیدیم و هم میکردیم میشد سوزن قلفی. ولی خود اینی که ما اون به اصطلاح آلیاژ آهن رو بتونیم به شکل اون سوزن در بیاریم نداشتیم. من این رو میگم، یکیش هست مدرنیته، مدرنیته یعنی این رو که ما بتونیم بسازیم از هیچ، با غرب مقابله کنیم، با غرب به اصطلاح رقابت کنیم. ولی یکیش میشه مدرنیزه کردن، آقا یک جاده بسازیم. حالا یک مثال براتون میزنم دوستان،
به اصطلاح آسفالت شده درون ایران 8000 کیلومتر بوده. 57 سال اینا حکومت کردن، با چماق هم سر مردم زدن و کوبیدن. 57 سال 8000 کیلومتر. رژیم جمهوری اسلامی آخرین باری که من چک کردم 10 سال گذشته 58000 کیلومتر راه، اون هم نه راه باریکه‌های زمان پهلوی رو، بلکه راه به اصطلاح اتوبان شده رو اینا ساختن. پس حالا من در بیام بگم که آقا من نمیدونم تفاوت مدرنیته و مدرنیزاسیون چی هست، چقدر اینا شاهکار کردن، اینا ایران رو بیشتر ساختن. طول قطار و راه آهنی رو که همین به اصطلاح رژیم خمینی سر کار گذاشته چندین برابر طول راه آهن آقای رضا قلدر بزدل هست. شما مدرنیزاسیون را با مدرنیته اشتباه گرفتید و چون آقا اومده دوتا تیر چراغ بر سر کار گذاشته، در مدین میگه که آقا ایران ساز هست. ایران ساز اون هنی اون کسی هست، اون کسی هست که اومد علم و صنعت رو در ایران با هم دیگه پیوند داد. نه اینکه من برم به اصطلاح رشته صنعت دانشگاه صنعتی آریامهر بخونم بعد بیام برم تو اداره پست واسم کار کردم. این تفاوت رو شما نمی‌بینید. باید اینجوری رضا قلدر بزرگ رو دید. بایستی همیشه هم تا صحبت میشه میگن آقا ایران رو با افغانستان مقایسه کنید، توی سرش بخوره که ایران رو با افغانستان مقایسه میکنه، با مصر مقایسه بکنید، توی سرش بخوره که ایران رو با مصر مقایسه میکنه. من یک ایرانی هستم، من میخوام ایران رو با سوئد، من میخوام ایران رو با انگلستان، من میخوام ایران رو با آمریکا مقایسه کنم. چه تفاوتی هست بین من که میخوام ایران رو بسازم به یک همچین منوالی، بعد شما میگی تا رضا قلدر بزرگ دو تا تیر چراغ برق زده و ایران رو آباد کرده. خب آقای مستری بچه‌ها ما پاپتیت هنوز مدرسه سرپناه ندارن. در صورتی که شما نگاه کنید در خود آمریکا که از هیچ در سالهای 1930 کوه رو میکندن و جابجا میکردن با دست خالی. آقای نیساری ببخشید اجازه بدین که این بحث ما چون به شما قرار گذاشته حدود نیم ساعت با هم باشیم داره طولانی میشه، ولی من از طولانی بودنش ناراحت نیستم چون دوستان هم از اون ور دارن مینویسن و این بعضیا میگن برخورد عقاید، بعضیا میگن مناظره و اینها به جای خوبی میرسه. ببینید این مدرنیزه و مدرنیته رو شما خیلی قشنگ رفتید، ولی آخرش اینه که در مدرنیزه شرکت‌های بزرگ و دولت مسئول دولت استفاده میبره، در مدرنیته مردم یک کشور. این قسمت شو نباید ناگفته گذاشت و اتفاقا یک آقای دکتری آمده بود توی کانون این خیلی قشنگ در این مورد صحبت کرد که ما دوستانمون مخصوصا طرفداران سلطنت این دوتا رو با هم قاطی کردن و همون ماجرا رو من بارها گفتم فردا لابد این آخونده میان میگن شما باید برای ما از ما ممنون باشیم، براتون تلفن بی سیم آوردیم، کامپیوتر آوردیم، نمیدونم ماشین این آوردیم، ماشین رو. آقا یه چیزای جبر زمانه. ضمناً اگر دوستان سلطنت طلب ایران رو میگن با همسایه‌های اون زمان افغانستان، خب الان آخونده میتونن همین رو بگن، الان هم آخونده میتونن بگن خب پس وضع ما بهتر از افغانستانه، پس ما بهتر از و دارن میگن و دقیقاً دارن میگن به مردم، میگن ببینید سوریه اینجور، عراق اینجور، افغانستان اینجور، وضع شماست بهتره، خفه بشید، هیچی نگید. آقای نیساری دوستان میگن که از گذشته خودتون تجربیاتتون یه چیز بگید، من برشون مینویسم که به صفحه فیسبوک شما به اصطلاح بیان تا اونجا بیشتر با شما آشنا بشن. به شما یه پیشنهاد میکنم، اسمتون رو هم با فارسی هم با انگلیسی بنویسین رو صفحه فیسبوکتون و ضمناً از داشتن دو تا صفحه فیسبوک حذر کنید، چون دوستان یه جای چی میفرستن شما اونجا جواب نمیدید، طرف میگه آقا حسن این جواب نمیده. به نظر من میتونید یه دونش رو به عنوان مثل من که مردم تیوی رو دارم به عنوان کارم و اینها، یا شما یکم شخصی دارم، شما یکشو شخصی نگه دارید، یکشو به عنوان این فعالیت و جنبشی که دارید حتی با اسم خودتون باشه، ولی نوعش فرق کنه که تو اون از 5000 نفر هم بیشتر میتونن بیان. از قرار گرفتن نوع عکسش شما تشخیص میدید. فیسبوک اشتباه کرد، یکشو بهش میگه پروفایل، یکشو بهش میگه پیج. شما یه پیج داشته باشید یه پروفایل، دوتایی که الان دارید هر دوش پروفایله و این مشکل هم هست. در هر صورت
آقای شاهین فاتحی به شما میگن که آفرین جناب نیساری، مردم ایرانستان، مردم ایران، ایرانستان، ایران را با افغانستان و پاکستان مقایسه نکنید و با مردم سوئیس و آمریکا مقایسه کنید. خدا وکیلی هم کار درستیه، ملت ایران متمدن‌تر از آنها نباشند، برابر آنها هستند. آفرین بر شما. امیدوارم دوستانی هم که حتی مخالف عقیده من هستن، مخالف عقیده آقای نیساری هستن، بتونن با دوستی، ما تو فامیل اونم داریم، تو دوستان نزدیک اونم داریم، افرادی هستن که مخالف ما هستن. بارها من گفتم پدر من تا روزی که فوت کرد بنده خدا از لحاظ عقیدتی مخالف من بود، ولی نه دوستی من نه مهر محبت ایشون به من هیچ کم و زیاد نشد. من از شما ممنونم، باز ساکت میشم اگه لطف کنید، چون الان 3:50 است و ما باید 10 دقیقه دیگه برنامه ببندیم. تو 3-4 دقیقه حاصل برنامه امروز رو به اصطلاح جمع بندی کنید. امیدوار باشم ما بیشتر شما رو داشته باشیم. و یه بارم من برای شما خصوصی نوشتم، شما با اون دوستمون که قبلا هم با آقای رضایی بوده و در ایران بوده و صحبت‌های دور برش هست، میبینم که ویدیوهایی دارین، رفت آمدی دارین. اون جنبش، جنبش شماست یا اونام رهبریت خودشون دارن؟ به چه صورته؟ یه مقداری باز کنید این برنامه ها رو بیشتر برای من و افرادی که ممکنه مثل من آگاه نباشن. ببینید، همه ما ایرانی ها یک ایرانبان هستیم. منم یک ایرانبان هستم. من یک ایرانبان هستم به اصطلاح از قوم قشقایی، ولی صحبت ما قومیت گرایی نیست. ما در حقیقت با مسئله پیش کشیدن قوم این مسئله رو ایجاد کردیم که اون احمق هایی که میخوان ایران رو تجزیه کنن و بگن که آقا جون کرد میخواد جدا شه، نمیدونم لور میخواد جدا شه، ما توی دهن اونها بزنیم و در حقیقت با پیوستن قومی با هم دیگه بگیم آقا جون اینها همه نقشه های خائنانه است. و در حقیقت هدف ما از صحبت در رابطه با قوم به اصطلاح حفظ وحدت و اتحاد و یک پارچگی کامل ایران هست. ما جان میدهیم، خاک نمیدهیم، این شعار ماست. ایران بار هستیم و خیلی هم خوشحال میشیم که اقوام دیگر هم به ما بپیوندن، کما اینکه پیوستن. اوشون رو که شما صحبت میکنید از قوم لور هستند و برادران ما هستند و ما هم با اونها در یک سازمان به نام جنبش ایرانبانان هستیم و صحبت هم هست با اقوام دیگر که اونها بیان به ما بپیوندن، ولی هدف قومیت گرایی و تجزیه ایران نیست، بلکه ایستادن در مقابل کسانی است که میخوان سوء استفاده کنن و ما رو تکه تکه کنن. این مسئله بسیار ساده است برای ما روشن. ببینید دوستان، اشتباه و مشکل ما در این هست که به اصطلاح خودگرا هستیم. من خودم رو میپذیرم، هیچ کسی دیگر رو نمیپذیرم. من درست میگم، همه اشتباه میگن، ولی هیچ کس صحبت نمیکنه که آقا نتیجه کار و خواست مردم ایران چی هست. هدف ما برای مبارزه این هست که من به یک چیزی برسم یا مردم ایران به یک چیزی برسن. هیچ کس برای خواسته های مردم، به حق مردم ایران، برای همون پیرزنی که آقای سروی هفته گذشته نشون دادی 90 سالش است، حتی اگر فرزندانش ثروتمندترین افراد تو ایران باشند، یک چنین کسانی نبایستی در اون سال مجبور به کار باشند. ما سرزمینی میخوام که درش فرزند کوچک ایرانی از به دنیا آمده تا پیرزن و پیرمرد بزرگش در آسایش آرامش زندگی کنه، چون آسایش و آرامش اونها هست که به بچه‌هاشون این اطمینان رو میده که در سازندگی ایران بهتر شرکت کنند. هدف این است. ولی این سازمان‌های درون ایران متاسفانه در بند خودشون که گیر کردن هیچی، ولی حاضر نیستن که بگن آقا جون حق و حقوق مردم ایران چی است. آقای نیساری اجازه بدین، اجازه بدین، آقای نیساری اجازه بدین، اون خانم 89 ساله ای که من نشون دادم و نظر خودم رو گفتم، شما فکر نمی کنید که خانواده اینها یه اشکال بزرگی درشون هست، از اعتیاد همسر ایشون گرفته تا احتمال زیاد بچه هاش هم ممکنه الان معتاد باشن؟ و آیا دولت، مثلا دولتی مثل حکومت جانی آخوندا، میشه ازشون انتظار داشت؟ من صحبت شما رو کاملا میپذیرم و این درست است که این خانواده نباید اجازه بده که ایشون در یک همچین مشقتی زندگی بکنه و ایراد در این کاملا هست و از این دولت هم انتظاری نیست.
منتها من امید و آرزوم این هست که در آینده فرزند ایرانی، پیرزند و پیرمرد ایرانی، در بویژه فرزندان کنونی ایران، جوانهای ایرانی همه در آسایش و آرامش زندگی کنن، زندگیشون کامل درست قشنگ پیچیده شده باشه، دولت شرکت کنه در اینها و اینها فقط از دست رژیم و اون گروه هایی که مردمی هستن برمیاد، نه از کسانی که فقط مدعی هستن. این تفاوت ما هست با دیگران. بسیار ممنونم آقای نیساری، برای شما بهترین ها را آرزو میکنم. صفحه فیسبوکتون رو همین الانم نشون میدم، بازم قبلا هم نشون دادم. دوستان از طریق فیسبوک با آقای نیساری در تماس باشید. امیدوارم بتونیم تعداد دفعاتی که شما رو داریم بیشتر باشه تا دوستان هم بتونن با شما صحبت کنن و نتیجه این صحبت ها این بشه که همدیگر رو بیشتر و بهتر درک کنیم و با هم به اصطلاح بتونیم کاری رو که دوست داریم انجام بدیم. آقا خیلی ممنون که با ما بودید. سپاس بسیار. زنده‌اید. دوستان عزیز با آقای فرزاد نیساری بودیم. صفحه فیسبوک ایشون رو الانم باز بهتون نشون میدم. همین جوری که می‌نویسیم و میگیم فرزاد نیساری و درباره نوشته‌هاشون، درباره فیلم‌هایی که ویدیوهایی که اونجا هست میتونید صحبت کنید و اون آقایی هم که من گفتم و ایشون گفتن اونها لور هستن، آقای بهرام آبتین که یه مدت هم تو همین تلویزیون برنامه داشتن ولی به اصطلاح صحبتایی که میکردن، بعد آقای بابک هروی آمد یه ویدیویی ساخت که البته اونا شکایت کردن یوتیوب ویدیو رو برداشت، ولی برید با اونا هم آشنا بشید. به نظر من مشکل همینه که رهبر زیاد داریم، رهرو نمیخوام بگم کم داریم، میتونم بگم نمیخوام بگم اصلا نداریم، ولی به نظر میاد که کم داریم. حالا چه باید کرد و من نمیدونم، به خاطر همین این برنامه رو میذاریم که از شما بپرسیم چه باید کرد، چه خبر از ایران. خب همین الان در حین برنامه دوستی برای ما اینو فرستاد، از ماهواره‌های جدید ایران چه میدانیم. حالا ماهواره‌های دیگه میرن تا 50 کیلومتری 200 کیلومتری، ایران گفته ما میخوام بریم 500 کیلومتری. همون ماهواره‌هایی که دیدید میشمرد 1 2 3 3 2 1 آتش نمیشد، دوباره میگفت 3 2 1 دوباره نمیرم، دوباره نمیدونم. درست من بهتون نشون میدم، از اون نوشته میخونم، از خبرش از دوچه وله است. نگاه کنید از ماهواره‌های ایران چه میدانید، بعدم سری به آمریکا میزنیم. احتمالاً 10-15 دقیقه دیگه من با شما خواهم بود، چون قرار بود که من نیم ساعت با آقای نیساری باشم، بعد با شما بیشتر، ولی بحث به اصطلاح گرم شد و زمانم از دست ما در رفت. دوچه وله فارسی میگه از ماهواره‌های جدید ایران چه میدانیم. وزیر ارتباط و فناوری ایران اطلاعاتی را از جدیدترین ماهواره‌های ایرانی اعلام کرده است. ماهواره‌هایی که قرار است در مدار 500 کیلومتری زمین قرار بگیرند. ماهواره‌های ایران. محمد جواد آذری جهرومی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره ماهواره‌های جدید ایران گفته است. این همون آقایی که مسئول قطع اینترنت و اینها بود، یادتون باشه اینها رو ربط بدیم به هم. اکنون 6 ماهواره آماده ارسال به مدار داریم. اینا اولم یکی یکی آزمایش نمیکنن، 6 تاشو میذارن بعد میفهمن اشتباه کردیم. 6 ماهواره آماده ارسال به مدار داریم. با توجه به افزایش سرعت ساخت ماهواره، سرعت ارسال به مدار را نیز باید افزایش داد. از کرامات شیخ ما چه عجب، بعد مشت را باز کرد و گفت یک وجب. این هم از کرامات شیخ ما این است. شیره را خورد و گفت شیرین است. این میگه چون اینا را زیاد درست کردیم، حالا زود باید بفرستیم هوا، بفرست هوا ببینیم چی میشه. یکی از این ماهواره ها از نوع سنجشی و دقت آن حدود 1 متر عنوان شده است. از میان این 6 عدد ماهواره‌ای که ظفر نام دارد، برای پرتاب در اختیار سازمان فضایی قرار گرفته است. برهام نوشته اینا از چند دانشگاه، از جمله دانشگاه امیرکبیر اینا رو ساخته. یکی از اونها به نام ظفر، سنجش و دقت آن حدود 1 متر است. مرتضی براری یا براری، اون فیلمه بود میگم مال براره هستن، رئیس سازمان فضایی ایران و
معاون وزارت ارتباط ایران گفته است من فکر میکنم این ایرانیای عقب افتاده بنیادگرای حکومتی یه مسابقه ای هم دارن با این اورنج ایجنت ترامپ شالاتان اینجا، چون ترامپ شالاتان هفته پیش دوباره درباره اون نیروی اسپیس فورس صحبت کرد، حالا اینا گفتن ما هم یه چیزی بگیم که گفته باشیم. در هر صورت یه مش چرخ دنده و یه مش این چیزا کشیدن و گفتن، بعدم ببینیم چه خواهد شد. برگردیم یه دو تا خبر دیگه هم براتون بخونیم و این پرده تعزیه خوندن رو جمع کنیم و بریم دنبال کار و زندگیمون. دوستی برای من از خلیج فارس برنامه‌ای رو میفرستادن، امروز فرستادن که 20 تن در مراکش بازداشت و به تهمت دزدی ساعت‌های پادشاه مراکش به زندان محکوم شدند. این گروه ساعت‌هایی را که یک خدمتکار کاخ پادشاه می‌دزدیده به شکل‌های گوناگون می‌فروختند. تعداد ساعت‌های ربوده شده 32 و زندان و به اصطلاح جرم اینا از زندان 4 سال تا 16 سال برای دزدان حکم صادر شده. سوال این است از درون کاخ پادشاه دزد گرفتن، آنهایی که در خارج می دزدن کی دستگیر می شوند؟ باید صبر کرد و شاهد بود. و اما درباره اون هواپیمایی که گفتم در ماشهر و اینها، اجازه بدین با کمرای سه بیام سراغتون. آیرون نیوز میگه گزیده خبرهای روز که یورو نیوز برای شما انتخاب کرده است. ببینید خبرم حتی اونا بر اون انتخاب میکنه. باز برمیگردیم به صحبت و نوشته آقای لادن که شما حق رأی دارید، حق انتخاب ندارید. هواپیمای مسافربری در فرودگاه ماشهر از باند خارج شد. دیگه داستانش رو کم و بیش میدونید، اگه نمیدونید برید چیز کنید. ولی این مهم بود که سقوط یک فروند هواپیمای آمریکایی در افغانستان از طرفی حمله به سفارت عراق، به سفارت آمریکا در عراق، و این بار آمریکا صحبتی از ایران نیاورده و دلیلش رو میگن به خاطر اینکه پشت پرده ظریف با آمریکا داره صحبت میکنه. ضمناً از طرفی 4 میلیون نفر در عراق تظاهرات و راهپیمایی بود که آمریکا از اونجا برو بیرون، و حالا اگر آمریکا به دموکراسی و رأی مردم باور داره که آقای فاتحی قشنگ و گوه آقا دموکراسی همه جا کار نمیکنه، خب بیاد حالا جوابگو باشه. شما که با تفنگ و اسلحه و توپ و تانک میخواستین دموکراسی ببرید به عراق، نتیجه دموکراسی این شد، انتخابات افراد شیعه ای که همشون نصف عمرشون رو در ایران زندگی کردن اگه نه بیشتر، و الان هم جایی که اینا پول میدن یا مردم میخوان تو رادیو میان بیرون و میگن آمریکا برو، آمریکا میگه ما خرج کردیم و اینجا نمیریم. سقوط یک هواپیمای آمریکایی در افغانستان پس از 4 ساعت گمانه‌زنی و گمانه‌زنی، هر کدومش که دوست دارید بخونیم ببینیم چی نوشته. سقوط یک فروند هواپیما، این سفر رو باید بزرگتر کنم، واقعا لعنت به این دوستانی که کار وب انجام میدن و شما داری با یه چی نگاه میکنی، وقتی کلیک میکنی صفحه بزرگتر میشه، کوچکتر میشه و کار اضافی رو دست شما میذارم. یه ویدیو گذاشته میگه پس از 4 ساعت گمانه‌زنی و انتشار خبر ضد و نقیض در مورد مالک و نوع هواپیمای ساقط شده در جنوب شرقی افغانستان، احتمال حمله گروه طالبان به یک فروند هواپیمای نظامی ارتش آمریکا از نوع E-11 بر فراز ولایت غزنی مطرح شد. مطابق اعلام منابع محلی، یک فروند هواپیما که بین 83 تا 110 سرنشین داشته، ساعت 1:10 بعد از ظهر روز دوشنبه در روستای صدوزی شهرستان ده‌یک ولایت غزنی سقوط کرد و بلافاصله آتش گرفت. شهرستان ده‌یک در کوهپایه هندوکش که منطقه سرد و صعب العبوری است واقع شده و در حال حاضر تحت کنترل گروه طالبان قرار دارد. ده‌یک در جنوب شرق ولایت غزنی و در 25 کیلومتری حالا دیگه ایناش مهم نیست، کی حالا میخواد متر کنه، کی هم الان میخواد بلند شه بره اونجا. این چیزا هم بعضی وقتا اطلاعات زیادی بی خود میدن.
روحانی گفته ما مانند شاه نیستیم که فقط حزب رستاخیز داشته باشیم. یکی بگه احمق برو شعارهای خودتون رو نگاه کن که میگفت این حزب فقط حزب الله، رهبر فقط روح الله، یعنی حزب فقط رستاخیز، به قول آقای دکتر گنجی رهبرم فقط شاه الله. شاه و ملا پیدا نکردین ها، هر دو تو گویی که هر دو، تو گویی که این دو برابرن یا برادرن، تنبل شدین ها، بذار ببینم، تو گویی که این دو برادرند، تو گویی که این دو برادرند و زیر یک چادرن. حالا اگه پیدا شد پیدا شد، نشد دیگه تقصیر خودتونه. من تو برنامه حالا باید بشینم فارسی تایپ کنم بذارم توی گوگل این شعر چیز رو براتون پیدا کنم، شعر فردوسی که درباره شاه و آخوند، که برای چیزم، که برای سیستم حکومتی آمریکا هم کار میکنه. همین آقای ترامپ، برید عکساشو ببینید که آخوندها چشون دست گذاشتن رو سرش، این هم سرش چیز کرده دعاش میکنه. میگه که همیشه از دست دو پا در بخت سپاه خود در آن نظام حکومتی شاهنامه است، سه قدرت در یک، تو گویی که در زیر یک چادرند، شد این را بود پادشاه پاسبان، تو این هر دو را جز برادر مخوان. این دوستانی که خیلی عاشق فردوسی هستن، فردوسی که یک جا اسم کوروش و داریوش رو نیاورده، این شعر رو هم پیدا کنم. متاسفانه زدم شعر پیدا نشد. بله، بر بار تو گویی که در زیر یک چادرن، آها چو بردین، اینم بهتون نشون بدم، ببینید نتیجه گوگل، سرچ گوگل اینجا، ببینید میتونید بخونید یا نه. بیا دیگه کجا رفتی؟ ایدادید آمد کامرای سه. بله، چو بردین کند شهریار آفرین، برادر شود پادشاهی و دین. نبی تخت شاهی بود دین به پای، نبی دین بود شهریاری به پا. چنین پاسبان یک دیگرند، تو گویی که در زیر یک چادرند، چو دین را بود پادشاه پاسبان، تو این هر دو را جز برادر مخوان. روز و روزگارتون خوش. شما هم میتونید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید و از طرفی به حمایت شما احتیاج داریم. اجازه بدید من، نمیخواد اونی که بخواد حمایت کنه میره رو مردم تیوی دات کام. ضمن رو مردم تیوی دات کام وقتی میرید یا ویدیوی ما رو یوتیوب میبینید سابسکرایب کنید، والا پولی ازتون نمیگیرن. بعد اینجوری خوبه که مثلا سوربی امروز وقت داشته ویدیو پر کرده، برای شما میاد، نمیگه دیگه سوربی تنبل شده دوشنبه و چهارشنبه برنامه نداره فقط جمعه، براتون میاد اتوماتیک. خب ما هم که تنبلیم و راحت طلب. حالا راحت طلب بودن با تنبل بودن یکیه، و یادتون باشه تنبل بودن دوستان بد نیست. تمام چیزهایی که داریم ازش استفاده میکنیم افراد تنبل برای ما درست کردن. طرف نمیخواست دو ساعت راه بره دو چرخه و ماشین و موتورسیکلت و گاری، و نمیخواست بار ببره دوباره گاری و چرخ و اینا رو اختراع کرد. تنبل بودن بد بودن نیست. آدم های باهوشی هستن، به جایی که از زور و از وقت استفاده کنن از مغزشون استفاده میکنن. از اینکه با ما بودی از شما ممنونم. تلویزیون مردم رو به دیگران معرفی کنید. سوربی با مردم ساعت 4:08 بعد از روز مانده دوشنبه 27 ژانویه که برابر بود، چون دیگه تموم شد، با 7 بهمن ماه 1398. به امید فردایی بهتر و آیندهی روشن‌تر. روز روزگار بر شما خوش.